با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امروز جمعه 17 ماه فوریه 2017 برابر با 29 بهمن ماه 1395 اوقات بهتری با هم داشته باشید. بریم سراغ کتاب مثل 1001 مثل فارسی انگلیسی. این مثل ها رو بخونیم، بلکه از اینها چیزی یاد بگیریم. قبل از این اجازه بدید من برم روی فیسبوک به شما هم نشون بدم که اگر میخوان یه چیزی رو شیر کنید با دوستانتون چگونه این کار رو میتونید انجام بدید. ببینید مثلا اینجا روی فیسبوک این برنامه های چیز خودم رو به اصطلاح برنامه های سربی با مردم رو رو صفحه شخصی خودم میذارم. بعد چون ما هم تصادفاً بدونید همه ایرانی‌ها کارهاشون تصادفنه، تصادفاً برنامه تلویزیونی نگاه میکنن، تصادفاً پناهنده میشن، تصادفاً تبعید میشن، تصادفاً آخرش هم تصادفاً میمیریم. اینجا توی این قسمت نوشته پارسا سوربی، این پایین هم عکس من دوبارم زدم برای اونایی که مثل من چشمشون آستیگما داره ممکنه نتونن تطبیق بدن، ببینن که من منم. بعد میان اینجا این ویدیو که الان میبینید داریم روش صحبت میکنیم، پایینش نوشته شیر، میگه کجا مال شما احیانا با مال، یعنی میگی پابلیک دیگه یا با دوستانتون، نمیدونم صفحه شخصی شما چجوریه، ولی چون ما خیلی خدا داده هستیم و چندین امکان داریم اینجا با یکی از اونها با مردم تیوی میگیم سوربی با مردم، اینجوری مردم رو هم بزرگ می‌نویسیم که وقت خدایی نکرده بی احترامی نشه، چون این ایرانی‌ها همش دنبال احترام قلابی می‌گردن. 17 فوریه 2017 و اما از کجا اینجا می‌نویسیم بابا www.mardomtv.com که کم کم دارم اسمش رو عوض میکنم و به mardomtv.com میخوام اسمش رو عوض کنم، چون مردم من از دست شما، این خانم چیز میخوند همیرا. خب برگردیم سراغ کتاب 1001 مسئله فارسی انگلیسی. تا یادم نرفته امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم از کانادا، 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم از ایران. برای این دوستان، آقای حسن ارشاد روی فیسبوک روی یوتیوب فعال هستن، شماره تلفنشون هم میدن. آقای افشارها هم شماره تلفنشون رو میدن، ایمیلشون میدن، با خودشون مستقیما تماس بگیرید، چه بخواید ازشون تعریف کنید، چه بخواید شکایت کنید. من اینجا نه معلم مدرسه هستم، نه ناظم مدرسه و نه نامرسان. خب براتون اون روز خوندیم که آن که باد بکارد طوفان درو میکند، ولی اینجا میگه آواز سگان کم نکند رزق گدا را، آه ندارد که با ناله سودا کند آینه داری در مجلس کوران. والا یه جورایی من همیشه گفتم این فال حافظ و اینها رو قبول ندارم، ولی به نظر میاد کم کم این فال که نه، این صفحه ها خیلی با برنامه ما جور و ردیفه. مثلا امروز آواز سگان کم نکند رزق گدا را. یه دوستی داریم، این از خود ما یه دو تا چی یاد گرفته، حالا به خودمون میگن چیزا رو ارزون نفروش که بهت ارزون بهت گرون میفروشن، حالا به اون میگه، میگه چون شما اسم منو بردی منم باید پس بیام تو برنامه. نه آقا، اون ممه رو لولو برد که شما 6 دقیقه 7 دقیقه برنامه میذاشتی، من حرف میزدم، دوباره دفعه دیگه میگفتی اون روز که اینجوری گفتم اونجوری، یه زمانی من احمق بودم، حالا دیگه اسم شما رو نمیبرم، میگم یک احمقی از نیویورک تماس گرفته و اینجوری گفته اونجوری گفته، حتی فضولی کرده، گفته یوتیوب چند پول میگیری، براش نوشتم مای 9500 دلار. حالا سوال دیگه هم اگه داری بپرس تا بهت بگم. و شما چون خیلی قانونمندی، چون خیلی در نمیدونم یونایتد نیشن و اینها کار کردی، توی نیویورک برو یه وکیل بگیر، توی فیرفکس من هستم،
وکیل تو پول خرج کن، بیان بگن آقا شما درباره این احمق اون روز صحبت کردی، ما بگیم اوکی حالا 3 دقیقه هر وقت میدیم که این احمق صحبت کنه. آقا ما اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. دیروز خودم گفتم بابا من که همیشه گفتم تو سیاست وارد نیستم، درسشو نخوندم، بلد نیستم، اخبار ایرانم دیگه به من مربوط نیست، من 30 سال ول 32 سال ول کردم اونجا رو آمدم، به هر دلیلی که بگید ترسو بودم، دنبال زندگی بهتر رفتم. من مثل اونا نیستم که بگم منو تبعید کردن. آقا هیچ کس منو تبعید نکرده. اگر مردم ایران تبعید می شدن می اومدن اروپا می اومدن آمریکا که اصلا صف تبعید تو ایران یادم دور این سفارت های آلمان و نمیدونم جای دیگه دور می زدن اینجوری می شد. پس دروغ میگیم. مهاجرت کردیم، دیدم یه نفر نوشته آقای رضا پهلوی ولیعهد تبعیدی، بهش میگم خانم شما معنی تبعید رو میدونی؟ این آقا روزی که ولیعهد بوده بابا جونش فرستادتش تگزاس، انگار که یک آدم توی ایران وجود نداشته که به یه بچه 16 ساله درس بده. برید گم شید، برید خجالت بکشید. و اما گفتیم آره میام صفحه های اول روزنامه رو نگاه میکنیم و صحبت میکنیم و خبرهای اینجا و این پدرسوخته دیوانه روانی ترامپ و که چپ و راست هم داره، وزیر کارش فعلا استعفا داد، هنوز نیومده سر کار، اون مشاور امنیتی ارشدش استعفا داد، گندش بالا اومده، حالا دیروز آمد درستش کنه، دیگه حسابی زد گندش رو بالا آورد که حتی فاکس نیوز که اینها اگر فوش خوار مادرم ترامپ میداد میگن نه آقا این منظورش تعریف بوده، دیگه اونها هم صداشون در اومده. روی فیسبوک گذاشتم برید ببینید. دوستان من بارها گفتم فیلم های یوتیوب رو ما در تلویزیون مردم میتونیم نشون بدیم، همون جوری که دوست خوبمون آقای دکتر افشارها توضیح دادن اینها گذاشتن که ما ببینیم ما نشون بدیم، ولی من نمیتونم از یه سقاخونه‌ای برم آبشو وردارم برم یه جای دیگه توی محلی بفروشم. به همین خاطر اگر فیلم یوتیوبی گذاشتیم توی تلویزیون مردم، بعد اون رو من نمیتونم بذارم روی یوتیوب به عنوان مردم تیوی. این اگر شعور داشته باشید، عاقل باشید، میفهمید. اگرم بگید آقا من نمیدونم این چیزا رو نمیدونم، باید گفته منو قبول کنید. اگرم قبول نمیکنید ما حرفی نداریم. ولی حالا میاد این وسط یه ضرب المثلی داریم، میگه شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سرخر زندگی کنیم. سرخر امروز میدونید معمولا این آدمای ترسو دروغگو، این مذهبی‌ها بیشتر ترسو هستن، چون حتی به خودشون هم دروغ میگن. این یه آقایی به نام سعید بهادری، حالا اگه یه وقتی آقای افشارها بگه چرا آقا این نامه برای من و شما نوشته، چرا رو تلویزیون گفتی، این قانونی که خودتون استفاده کردید که هر کسی بیاد یه جای پابلیک حرفی بزنه بنویسه مخصوصا تلویزیون، ما هم حق داریم نشون بدیم، ایمیلش هم نشون میدم، نامش هم میخونم و شما قضاوت کنید. ببینید که ما چه احمقایی تو جامعهمون داریم دوستان. بعدن هی نگید ما ایرانی ها 7000 سال پیش، آقا گیرم پدر تو بود، فاضل که نبود، از فضل پدر تو را چه حاصل. بیاد بریم سراغ این الاغ دوپای امروز. برداشته نوشته که جناب آقای دکتر افشارها، برای منم فرستاده این نامه رو، منم به همین خاطر وقتی جواب دادم reply to all، یعنی هم آقای دکتر افشارها ببینه هم این الاغ دوپا، نوشته با درود و سلام خدمت حضرت عالی و تمامی موحدین عالم و سپاس از مجموع برنامه های شما در تلویزیون مردم. دوستان دقت کنید، این احمق تشکر میکنه که آقای افشارها در تلویزیون مردم برنامه داشته یا داره. حالا گوش کنید. جناب افشارها، چندی است که قصد نوشتن این نامه را به حضرت عالی داشتم ولی متاسفانه مجال آن نشد، دنبال پول و کار کاسبی و کلا سر مردم گذاشتن و این کارا بوده. تا این زمان که اقدامات تعمدی تلویزیون مردم موجب ایجاد تشویش در بینندگان شد. اولا شما غلط میکنی، از طرف بینندگان صحبت میکنی، از طرف خود احمقت صحبت کن. این یک. دوما تشویش
بدبخت تو با تشویش دنیا اومدی، شما همه روز و شبتون با ترس و وحشت و تشویش به سر میبرید. تشویش یعنی نگرانی و نمیدونم دیگه هر کوفت و زهرماری. بماند جناب افشار، متاسفانه مدیریت تلویزیون مردم با این هدف تعمدی سعی در خدشه‌دار کردن اصل اسلام و موحد پرستی. نگاه کنید دوستان، جناب افشارها، متاسفانه مدیریت تلویزیون مردم با این هدف تعمدی سعی در خدشه‌دار کردن اصل اسلام و محمد پرست موحد پرستی است. جمله هم غلطه. حالا بمانه، اولا ببخشید من اینجوری حرف میزنم، دلیلش اینه که من بارها گفتم اینجا ما نمیایم روی گو زربرق و آلومینیوم بکشیم به عنوان جواهر به شما بفروشیم. من ریدم به اون اسلامی، ریدم به اون موحد پرستی که یک نفر مثل سوربی بتونه به اون خدشه وارد کنه. حالا اینو شما تو هر دادگاه اسلامی هم خواستی ببر، داعشی هم عیسی، بیا سر منو فردا ببر. مصادیق ملموس و قابل عرض به شرح زیر می باشد. پخش تحریف شده سوره مبارکه شمس با عناوین شتلق کتلت زیر سؤال بردن این مفهوم که آیا خدایی است، در اکثر برنامه ها مبادرت به ایجاد اشکال فنی تعمدی. ای من ریدم تو اون خدایی که تو داری دروغ میگی. اگه من دروغ گفتم و تعمدی اشکال فنی درست کردم، همینجا نفسم قطع بشه. ولی اگه توی مادر قحبه، اگه توی حرامزاده، اگر توی کرخر داری گناهی گردن میگیری و من درست میگم تو دروغ میگی، امیدوارم زن و بچه و خانوادت همهشون نفساشون یکی پس از دیگری قطع بشه. آخه احمق پوفیوز آقای افشارها، سه بار من براش نوشتم آقا این ویدیو ضبط میکنم میره تا 19 ثانیه قطع میشه، بعد تازه با خوشحالی براش نوشتم تا سه نشه بازی نشه، در صورت که اصلا مزیفه من این کارا نیست. آقای افشارها یه پولی، یه مبلغ خیلی کمی داده که یه برنامه داشته باشه دیگه، اینجا برقرار نیست چایی یه قرونی توش جمیله برقصه که نمیدونم اینو نشون بدیم، اینو اضافه کنیم، اونو بذاریم. اصلا ما غلط کردیم، یوتیوب ما نمیتونیم نشون بدیم. اینم از خب انتخاب سوره شمس از منبعی با وجود کپی رایت که موجب خوراک خبری و تمسخر شود. اولاق این آدرس رو آقای افشارها فرستاده و من چقدر آقای افشارها، حالا اون وقتا میگو گر نگهدار تو آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، اگر خدایی هست که نیست، اگه بود بابا یه غلطی میکرد نشسته که چی بشه، از این ور گفته امام زمان تو چاه منتظره، از اون ور به اینا گفته حضرت مسیح، از اون ور به کلیمی. آخه این چه خدای پوفیوز دروغویه. خب حالا اگر خدایی هست چه قشنگ منو نگه میداره. من وقتی آقای افشارها نوشت این سوره، نوشتم دوست عزیز لینکشو بفرست، چون دو روز قبلش با آقای فرزاد عزیزی سر ماجرای سرود ای ایران، من بهش گفتم آقای فرزاد عزیزی شما وقتی میگی سرود ای ایران رو پخش کن، من اینجا وقتی میزنم سرود ای ایران 1,000,000 سرود ای ایران میاد، یکش مجاهده احمق درست کردن، یکش طرفدار پادشاهی درست کردن، یکش اون درست کرده، یکش اون درست کرده، من چه میدونم کدومش میخواد. تازه همش هم ما وقتی بذاریم مشکل پیدا میشه و به همه میگم اون لینکیو که شما میخواین بفرستید، از آقای چمنارا گرفت تا دیگرم. آقای افشارها آمد گفت آقا من بلد نیستم لینکشو چیه، شما اینو تو گوگل بزن میاد. زدم تو گوگل براشون فرستادم، گفتم آقا بفرمایید، حالا اینا اومده شما اینو کلیک کن به من بگو اول دوم سوم چهارمی. ایشون هم لطف کرد نوشت مثلا پنجمی چهارمی، ما درست وارد شدیم. وقتی شروع کردیم ضبط کردن هی اشکال پیش میمد که برای خود این کرخر، این آقای سعید بهادری اگه اسمش درست باشه میفرستادم و آقای افشارها شاهد زنده من. آقا اینجا ما یه ویدیوی رو آوردیم گذاشتیم، این آقا یه چیزی که نه من میفهمم زبونشو نه شما میفهمی شروع کرده خوندن، قطع میشه چیکارش کنم؟ یه نوار پوسیده ای طرف خودش اصلا فکر کنم مرده الان، من مسئول اونم.
حالا جون در بدن این بدم هم بیاد برای شما بشینه قرآن بخونه، قرآن سر قبر بابات بخونه، من چه؟ اوکی، ما اینو گذاشتیم، بعدم اینجور شد، بعدم آقای افشارها هر چی گفتیم آقا ما از اینجا صدا میره تو سیستم، شما نگران نباش این داره میره. هی ایشون گفت من نمیشنوم، گفتیم بابا سر آقای مصطفی زاده که همین مسئله بود که شما دیگه الان باید بدونی صدای تصویر من و صدای من از اینجا میره تو سیستم، صدای شما تصویر شما از اونجا میره تو سیستم. این کسانی که میبینن به اضافه احمقهایی مثل سعید بهادری اون صدای هر دومونو میشنوه، اب نداره آدم یه چیز رو نمیدونه. آخر گفتن آقا اگه اینجوری اصلا پخش نکن، گفتیم باشه، بعدم برای ایشون توضیح دادیم و بازم چه خوب شد، نه فقط برای آقای افشارها که برای آقای عزیزی هم از یوتیوب به ما ورنینگ دادن، هشدار دادن که هی شما نمیتونی فیلم دیگران رو که گذاشتن که شما نگاه کنی ورداری ببری تو خونت، شما نمیتونی یه فیلم کرایه کنی برین مجلس 100 نفره نشون بدی، این باید پول اضافتر پرداخت کنی. چقدر من از این دکمه های چی بهش میگن دکمه سرآسین، فکر کنم بعد از به اصطلاح کشف که نیست که بعد از ساختن دکمه یکی از احمق ترین کارها اینه. اولا اینجوری که میپوشید دیگه تو کد که نمیره، من برای خاطر کد نپوشید چیز زشت مزخرف و بابا یه درست اینجوری مثل چلاغا اینجوریش کنی بکنیش داخلی خب ترویج سگبازی و سگمداری به جای مفهوم اصیل خانواده. احمق، اگر تو محبت و دوستی و وفای سگها رو میدونستی اینجوری الان زرزر نمی کردی. حتی من نمیگم عرعر، چون عرعرم الاغ میکنه و اون بیچاره وقتی عرعر میکنه حتما با این عرعر کردنش داره یک منظوری رو به دیگران منتقل میکنه، یا میخواد با یه خر دیگه اشبازی کنه یا گرست نشه یا دردش میاد یا هرچی. بله ایشون میخواد دیگه ما اینجا راجع به سگارم که تو ایران میزنن و ابیوز میکنن و میکشن و شهرداری اینجوری میکنه حرف نزنیم. چرا؟ اون وقتا میگفتن که ببخشیدا نه ببوزین نه بشاشین که فلانی خیار کاشته، مثل که سر زمینی که آقا شما یک ساعت در هفته برنامه گرفته ایشون، شما مجانی میشینی نگاه میکنی، دوست داری نگاه میکنی، دوست نداری نگاه نمیکنی، دوست داری باش تماس میگیری میگی آقا اینجایی که شما داری برنامه پخش میکنی مناسب نیست، ولی الاغی، چون اگه الاغ نبودی مثل این بهائیای موزی، اگه الاغ نبودی مثل این مسیحی ها تو کلیسا و تو معبدشون محفلشون هم میرن اینجوری اینجوری میکنن، ولی میرن جایی که خبری از دین نیست اونجا تبلیغشون میکنن. اونجا یه ساندویچ میدی به یه گرسنه بدبخت نمیدونم مال ساوت آمریکا، وقتی اون میگه مرسی تانکیو میگه نه 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 اینو جیزس بهت داده، تو اینو بگیر، حالا ما فردا میام چوبی تو فلانجات میکنیم که دستت اینجوری صاف وایسه. ولی شما الاغین، شما میرین تو مسجد بعدم فکر میکنید که رفتید نزدیک خدا شدید. اگه خدا تو مسجده من اون خدا رو نمیخوام، اگه خدا اون چیزیه که تو باور داری من خوشحالم که اون خدا رو نخوام. و اما ترویج سگبازی، پدر سوخته حروم زاده ما بهت گفتیم برو سگ ببر برای زن و بچه، گفتیم این حیوان خدا، اگه شما به خدا باور داری خدا اینو آفریده، تو یه احمق چه حقی داری با ماشین میری روش، چه حقی داری میزنیش، چه حقی داری خونین و مالینش میکنی؟ ولی شما نمیفهمین، شما یه مش آدم های فناتیک بنیادگرا احمق دنیا رو به گوه کشیدید. بفرمایی ترویج سگبازی و سگمداری به جای مفهوم اصیل خانواده. من میخوام خانواده الاغ تو رو ببینم، قول میدم بچت معتاد و قاچاقچیه، دخترت هم هرزه است. دعوت مکرر از همجنس بازان و ترویج همجنس بازی، برو احمق دنبال احمدی نژاد که میگه ما همجنس گرا نداریم که دروغ میگه، تام برو دنبالش. همین شماها تو مجالس و مساجد چون هم دیگه میذاشتین و میذارین هنوز، حالا ناراحت شدی که حقیقت اوریان آینه اینجا نشونت میده. بله مخصوصا جناب دکتر افشارها توجه بفرمایید، بنگاه بلنگوی ترویج وحدانیت و کلام حق نباید محفل همجنس بازان و همجنس بازی باشد.
تلویزیون مردم بلندگونی شما نیست، تلویزیون مردم یک جای عمومی مثل یه هتل. شما هی رفتی یه شب یه هتلی اجاره کردی، این میشه مسجد و بنگاه خیریه بابات. یه شب اومدی پول دادی 50 دلار 100 دلار، سر کثیفت رو گذاشتی زمین، بدن کثیفت رو تو اون حموم شستی، فردا صبحم راه افتادی رفتی. این تلویزیون شما نیست. جناب افشارها خدای نکرده عمل شما که از نهایت صدق دل و پاکی روح است موجب این نشود که دلغکی به نام سربی اسلام و مسلمین رو به تمسخر بگیرد و موجب رنجاش و عذاب را به وجود بیاورد. دلغک توی حرومزاده مادر قهوه هستی؟ نه ببخشید، دلغک پدر پوفیوزت بود که سوار مادرت شد، دلغک بازی در آورد، تو الاغ اومدی بیرون. و چقدر خوشحالم من که کاری ندارم ایشون بیاد صحبتاشو بکنه بره. توی احمق باعث شدی که من امروز یقه خدا رو بگیرم به دین و ایمونتم برینم. بله، به هر حال کمک مالی شما به این تلویزیون و شخص سربی مصداق حدیث شریفه من نم ننم نم ننم نون سنگک برم می باشد و من الله توفیق سعید بهادری. خب حالا من میام اسم آقای افشارها رو میارم. آقای افشار، روزی که شما من گفتی یه نفر تماس میگیره حمایت میکنه، بهتون گفتم اینا بعضی هاشون دروغ میگن. این برنامه رو سر دکتر نصر احمدی هم درآوردن، این برنامه رو توی تلویزیون ای تو هم درآوردن و من نمیخوام درگیر این مسائل بشم. شما به طرف بگو آقا به شما پول بده، شما بیا اینجا پول خود بده. شما گفتی نه آقا من اینا رو میشناسم، بیننده ها و شنونده های من فرق میکنن. اولا همه همینجوریه. ببینید این تلویزیون های پوفیوز شاه اللهی میگن بینندگان ما فرهیخته هستن، احمق بهبانی تیمور لنگ دیدی میگه بیننده ها و شنوندگان ما خیلی فرهیخته هستن. همه فکر میکنن بینندگان و شنوندگان اینها تافته جدا بافته هستن. تنها کسی که میاد میگه آقا بیننده که داره این برنامه رو نگاه میکنه الان کار دیگری نداشته، از بیکاری مفرد یا مفرد آمده اینجا. این از ضمناً کمک مالی آقای افشارها کمک مالی به من نکرده. من چون بارها تو برنامه گفتم آقا خانم این کاغذاری که ما نوشتیم اینجا روزنامه گذاشتیم، درسته میگیم مجانی، ولی اگه تو میخونی اگه وجدان داری حساب کن. خب آقا این کاغذ چاپ کرده، وقت گذاشته، پخش کرده، تلویزیون، دستگاهی، دوربینی، یه پولی بده. ایشون خودش با من تماس گرفت با آقای سربی من هر وقت برنامه شما رو نگاه میکنم 5 دلار، نه 50 دلار، نه 5 میلیون، 5 دلار. اینم 5 دلار کانادایی، حالا که نرخ کانادا اومده پایین. 7 بار نگاه میکنه میگه 35 دلار بردار، 10 بار نگاه میکنه میگه 50 دلار بردار. آخه مردا که پوفیوز، احمق سعید بهادری اگه اسمت باشه، بی ناموس، بی زن و بچه، بی دین، بی همه کس، من احتیاج به کمک آقای افشارها دارم؟ آقا من ببخشیدا از خریت، از پول ساختن زیاد زیر دلم زد خوشی، همسیک شدیم اومدیم شما سراغ ایرانی ها. شما ایرانی ها هم که چنان پدر ما رو درآوردی که آقا اصلا ول کنیم، بابا ولمون کنیم بری دنبال کارمون. و با آقای افشارها اینو میگم، اون دوستی که معرفی کردی بله فرستاد و خیلی هم ممنون، بیچاره 22 دلار فقط خرج کرده بود، به اصطلاح پول فرستاده بود که من گفتم آقا با 5 دلار پست شما میتونی بمانه. آقای افشارا اگه ایشون دوست شماست و میشناسید براتون متاسفم، چون دوست اینجوری که دارید احتیاج به دشمن ندارید. واقعا اون میگه که دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست، این دوست نادانه. ولی اگر این دوست شما نیست یکم شک کنید به دو صورت. روزی که من با شما شروع کردم، نمیخوام بگم صدها هزار تلفن، صد تلفن، خیلی تلفن داشتم، ایمیل داشتم، هنوز تو فیسبوک هست، برای شما نمیفرستم، مسخره میکنن آقا چرا این آخوند کراواتی رو آوردی، آقا چرا این چرا اون. من در مقابل همه اینا مقاومت کردم، ولی از طرفی اجازه نمیدم یه نفر بیاد یه ساعت برنامه بگیره بعد بگه حالا شما به ساز من برقص. سالها پیش یه نفر تماس گرفت به تلویزیون رنگارنگ و آقای سربی من اگه شما بگی این 800 دلار الان میدم، گفتم همینجا وایس 800 دلار برو بده به زنت که تو خیابون نخواد کار کنه.
اگه من امروز اینو بگم فردا میگی سوربی اگه بیا رو میز وایسی شلوارتو دراری من بهت انقدر میدم. هستن کسانی که شلوارشون رو در میارن، برو سراغ اونها. و امروز آقای افشارها به شما دارم میگم اگه این سعید بهادری رو میشناسید افسارشو بگیرید نگه دارید که این دوست نادان شماست. ببینید من امروز چند تا فوش خدا دادم، بازم میدم، ریدم تو خدا، ریدم تو پیر، ریدم تو پیغمبری که اینا اینها بهشون اعتقاد دارن. آخه مردا که بیناموس، شما با آقای افشارها تماس بگیر بگو آقای افشارها شما سلام میدونید که تو این تلویزیون باشید، نظر من اینه. آقای افشارها هم یا میگه به بچه درست گفتی، خودم هم شک کرده بودم دیگه میخواستم برنامه نذارم، یا این که میگه دوست عزیز اتفاقا من باید اینجا برنامه بذارم. آقای افشارها که آقای افشارها تو برنامه خودتون صحبت کنید. میدونم شما حالا میخوام بگین اسم من آوردین، اسمتون آوردم، تو برنامه خودتون صحبت کنید. یه ساعت دیگه من یه جا بهتون برنامه میدم. من امروز خیلی عصبانی ام، ممکن شما الان با من صحبت کنید شما رو عصبانی کنم. یکم صبر کنید ببینید من چی میگم. قرار نیست که یه جا یه ساعت برنامه که بگیره. من بارها گفتم من اگه قرار بود با این پولا با این برنامه ها خط تلویزیون مردم رو عوض کنم و به جای تلویزیون مردم بکنمش تلویزیون شما، که میشدم نوکر رضا پهلوی. اقلا اون پول درستی داره، نمیده، نداده. یا مثلا این مردی که احمق بهش میگم آقا تو زنگ نزن به من، تو اگه شعور داری مغزت آسیب ندیده، این آقای نیویورکی به من زنگ نزن، مگه نمیگی مریضی؟ برو مریضی تو عمل کن، برو مریضی تو درست کن. ولی نشسته حالا بیکار، زمستون هم هست، کارهای ساختمونی نیست، وقتی پول دارن که به فکر ما نیستن. وقتی پول دارن برو ایران و پدرزنش بره و بیاد و نمیدونم گشت و گذارن. وقتی بیکارن و بی پولن به فکر ما میفتن. نشسته دم مغازش ویدیو رو نگاه میکنه میگه آقا من نگاه کردم من شماره 51م. اولا خب شما 51ی، فردا میشه 400، فردا میشه 300. اصلا به من چه، به من چه این شماره ها؟ بابا یه مش آدم های روانی دیوونه، یه سریش از این وری دیوونه است، یه سری از اون وریش دیوونه است. ما هم خودمون اینجا مشنگ کردیم علاف دست اینها. برید آقا دنبال کار زندگیتون. اگه این آقا، آقای افشارا، اگه این آقا دوست شما بود ایمیلش رو برای من نمیفرستاد که من امروز به خدا و پیر و پیغمبر فوش بدم مثل یک دسته گل. مگه ما 100 بار تو برنامه نگفتیم این ایمیل آقا دیگه من حفظم، info@kaveacademy.com، شماره تلفن 905-737-5158. اینو بابا من تو گوش خر اگه خونده بودم الان دیگه حفظش شده بود. با اون تماس بگی به من چه. بعدم این پول بزرگی که آقای افشارها و سازمانشون به من داده ندن، برید برای خودتون یه تلویزیون باز کنید، از صبح تا از قرآن پخش کنید که هر کی میاد اینجا بگه آقا اینا دوباره پدرشون مرد، ببندن برن دنبال کارشون. کر خر، من برنامه‌ای درست کردم، من پایگاهی درست کردم، به همه اینها هم خودمو میارم پایین، میگم من بچه مرشدم، من جمعشون میکنم، شما به عنوان مرشد بیا صحبت کن. خب تو پدر مادر، تو مادر فلان مینویسی سربی دلغک، دلغک بابای جاکشته. حالا دوستان بعضی هم میگن آقا این یه آدمی اصلا ممکنه وجود خارجی هم نداشته باشه. دوستان اینا یه نفر نیستن، جامعه ما پر از این احمقاست، دنیا پر از این احمقاست. مردک من از ترامپ نمیترسم که اینجوری وحشت ایجاد کرده توی آمریکا، از تو میترسم. خب بریم سراغ، گفتم بهتون حسن ارشاد 118مین برنامه‌اش رو تحت بررسی سند 14م مبنی بر هدف اصلی تشکیلات بهایی، و ایشون ثابت کرده که تشکیلات بهایی دنبال آزادی ادیان و اینها نیست. تشکیلات بهایی باور داره که حکومت جهانی رو باید به دست بگیره تا دنیا آباد بشه. اروا عمش هر دینی میاد همینو میگه، هر دینی میاد میگه فقط دین ماست که دنیا رو آباد میکنه. و جالبه به جای اینکه حالا یه درختی بکارن میگه فعلا بزن کافرها رو بکش، ناباوران رو بکش. به این آرمن ساگنیان دیوونه ارمنی داشتم میگفتم آقا تو هم میگی دین اسلام اینجوری، این پوفیوز سعید بهادری اونا رو که نمیشنوه، کره خره. بهش میگم آقا همه ادیان همینن،
همین دین مسیحیان پفیوز برید ببینید چقدر کشت و کشتار میگه، چقدر داره رو تفنگاشون الان نوشتن. و الا اون چیزی که میان دروغ تو تلویزیون میگن، اگر اینجا تو زد اینجا تن بگی بگو لاسی برام بزن دوبرش قرمز بشه کارای نمیدونم سرخاب و ماتیک بکنه، دروغ میگن. یه سربازشون کشته میشه ببین چی کار میکنن، یه دهی رو توی خاورمیانه از بین میبرن، عروسی مردم رو تبدیل به عزا میکنن. اون موقع این آقای سعید بهادوری من الله تو، این الله بزنه کمر خودتو پدر و مادرتو، و اگر این روز جمعه پدر و مادرتم مردن امیدوارم تو قبر الان بلرزن و بگن این چه پوفیوزی بود که ما درست کردیم که این سربی رو مثل سگ انداخت به جون ما. سگ حیوان محترمیه، حیوان خوبیه، از روز ازل این کمک کرده. با یه تیکه انقدر نون با این چوپانی که پول نداره میره بیرون برمیگرده کاراشو انجام میده. ای کاش که تو سگ بودی. خب این عوضی ببینیم که باید به کجا رفت و چه ها کرد. بله، این پیامگیر گوگل وایس ما خراب شده، افتضاح. یعنی خراب نشده، اومدن شکلش عوض کردن، خیلی بدجور شده. بذارید ببینیم آقای افشارها مثل که اینجا مسیج گذاشتن. مثلا اون دیوانه زنجیری نیویورک میگه چطور آقای افشارها که اسمش آوردی تا زنگ زد جواب دادن، ولی به من فقط سلام علیکم رو پخش میکنی بعد میگی دیگه. خب اولاق تو که میگی من برنامه رو زنده نمیبینم، بعدم من اینجا ننشستم که هر کسی زنگ میزنه جواب بده، من که تلفن چی نیستم. آقا ملت ایران هنوز بلد نیست از یه تلفن استفاده کنه، بلد نیست از یه پیامگیر استفاده کنه. صد بار ما تو برنامه گفتیم بابا این پیامگیر رو ساختن که با زندگی مشغول آمریکا و نمیدونم دنیا شما نیستی پیام بذاری با این گوشه دنیا اون گوشه دنیا، اینجا 3 ساعت اونجا 9 ساعت اونجا 6 ساعت اونجا 12 ساعت با هم اختلاف داره. من زنگ میزنم ایران، آقای مثلا حسن ارشاد مغازش تعطیل خوابه، سلام میکنم آقای ارشاد سوربی هستم از آمریکا، ویدیوی شما رسید اشکال داره. بله خیلی از این ویدیوها اشکال داره و باز چقدر خوشحالم همین امروز کانون آوا 6 تا ویدیو فرستاد. اون موقع هنوز این نامه سعید بهادوری کرخر نیامده بود، 6 تا ویدیو فرستاد برای برنامه امروز، براشون نوشتم آقا تمام اینا رو نشون میده قفله، مال خودشه، ویدیوی خودشه. آقای راسکو میگه آقا اینا رو ما دفعه قبل نشون دادیم، براشون فرستادم نوشتم اینها با آلمانی مینیسه قفله. ولی بعد دیدم ایشون جواب نداد، گفتم حتما مسافرت کار اینا. رفتم روی بایگانی خودشون از طرف خودم رفتم داخل فرستادم، بعد فهمیدم چی شده. ایشون چون ساین این کرده بوده تو حساب خودش بوده، اون لینک تو کامپیوتر خودش باز میشه، تو کامپیوتر من باز نمیشه. حالا تو برای ما شدی موجب تشویش. خب حالا که تشویش شد میخوای چی کار کن؟ مثلا 50 دلار که یه نفر به من میده اگه قطع بشه من با پای برهنه میخوام؟ اولاق هممال بی پدر و مادر. من اتفاقا میخواستم در تایید حرفای شما صحبت کنم و حساب حرف دارید اسم بیارید، چون اون رو به من هم نوشتن من هم صحبت خواهم کرد، ولی چون برنامه خودم به حساب وقت زیادی نخواهد بود خواستم همینجا اعلام براعت کنم از این شرط، حرف شما رو بزنم. از این پیشتاوری که آن تردید و جواب نمیدید قدری به هر حال الان من سوال بود. بسیار ممنونم. پیش داوری نیست آقا، اینجا بهش میگن همون پری جاجمنت، این پریجدیس که ما میگیم یعنی همینه. پریجدیس یعنی طرفو که میبینی پری جاج کردی که این چون مثلا سیاهه آدم دزدی. پیش داوری نیست، یه چیزی رو گفته، من بر اساس گفته و نوشته این دارم قضاوت میکنم. این به من میگه دلقک، من میگم دلقک پدر قرآن ساقش. این به من میگه آقای فلانی این عمدن این کارو کرده، میگم اگه من عمدن کردم زن و بچه من بمیرن، خودم بمیرم، چرا زن و بچه هم بمیرن، اون بدبختا چی کار من دارم، خودم همین الان بمیرم. ولی اگه توی بیناموس دروغ میگی زن و بچه تو بمیرن، خودت بمیری، چی کار زن و بچه دارم، خودت سقط بشی. این کجاش پیش داوری آقای افشارا؟ ما پیش داوری نکردیم. بله
بفرمایید آقای افشارو. الو آقای سربی جانم بفرمایید. سلام قربان. سلام از من. من نگفتن درباره اون آقا پیشتاوری کردین، گفتن حضرت عالی که نرسیدین پاسخ منو بدین درباره من پیشتاوری نشه، که من نه ایشون نه تأییدی دارن نه میشناسن. بله بله. خواستم عرض کنم چون وقت خودم خیلی موضوعات دارم برای گفتن، به اصطلاح مختزی نیستش، منم البته اشاره لازم و کافی رو خواهم کرد، ولی در همین جا لازم دیدم خدمت حضرت عالی یک ابراز همدردی کنم. بسیار ممنون. از همین جا بگم آقای بهادری، من حضرت عالی رو نمیشناسم، همیشه روی من دو تا سه تا قرآن به زبانهای مختلف انگلیسی و فارسی و همه چی هست. آی سیر گاد به قول انگلیس ها، والله الاعظم که من مطلقا این آقا را آقای سربی بینندگان عزیز نمیشناسم. بله. و ای بسا همینطور که شما میفرمایید به هزار و صد دلیل افراد اینطور چیزا. آقای بهادر، اگر جناب عالی حسن نظری به بنده دارید میتونستید این رو برای من بنویسید، اینی که به ایشون بدید با توجه به اون حرارت طبعی که در آقای سربی شما سراغ دارید. خب یک عده‌ای پرهیز دارن حتی از مرگ گفتن به کسی، بعضی ها هم خب خیلی قشنگ میتونن عرضم به حضورتون که خودشونو تخلیه ذهن بکنن، هرچی لازم میدونن بگن. شما هیچ ضرورتی نداشت اگر میخواستید امر به معروفی نهی از منکری به بنده بکنید به جناب سربی بنویسید. آقا خانم برادران بزرگوار، من ابدا ایشون رو نمیشناسم و جناب آقای بهادری اگر حضرت عالی نظر خیر داشتید خدا خیرتون بده، اگر نظر شر داشتید خدا هدایتتون کنه. من تا حالا با آقای سربی که دارم کار میکنم از این شخص بهتر پیدا نکردم، نمیگم این خیلی خوبه، من پیدا نکردم بهتر از ایشون. البته ایشون هم گاهی مراحل تشکیکی دارن اگر خدایی اگر، ولی این ارتباط به خود ایشون داره و به من هیچ ارتباطی نداره. امیدوار هستیم که همه ما ایرانی ها در یک فضای بردبارانه و محترمانه صحبت داشته باشیم. به هر حال جناب سربی وقت زی قیمت شما رو نمیگیرن. یک، من این آقا رو نمیشناسم. دو، جناب آقای بهادری اگر شما نظر خیر دارید به افراد خودشون بنویسید، ضرورتی نداره دیگران رو تحریک بکنید. سه، آقای سربی جان در همین جا بگم، خب اگر با دیگرانت بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لگی؟ من هم در میان فرمایشات حضرت عالی البته نهایت از شما ممنون هستم، همیشه حفظ و حرمت دارید، ولی به حسب عصبانیتی که داشتید خانم ها آقایان من هیچ کمکی نمی کنن. کی هستن که بخوام کمکی بکنن؟ مبلغی هستش جناب سربی فرمودن روی چشممون بایدی بگذاریم آقا بدیم، سپاسگزارم هستیم. ممنونم از دل بنده است. نه عرض کنم توصیه اینها رو میگن فتنه، از فتنتو اشد من القتل. بله. آقای بهادری اینها تسکین شما میکنید. یک شخصی حقی علا خیر العمل، من اسم این رو علی اصغر میدونم، نازنین ترین شهید صحرای کربلا، حالا اومده اینجا خدا خیرش بده کاری داره میکنه خودش میدونه و اعمالش. من اینجا رو پیدا کردم صحبت میکنن تا زمانی هم که امکانات جسمی روحی مالی اجازه بدهد در خدمتش خواهم بود و همیشه هم آرزو میکنن که موقعیت مدیایی این شخص از آرز که هیچی از CNN هم بهتر بشه، چون من این رو تا به حال حسب ظاهر تا جایی که بنده اطلاع دارن که انشالله همینطور هم هست فرد منزه و پاکیزهی میدونن، هیچ هم میل ندارن که حرفای زشت بین دو تا برادر ارسن مسلمان یا بین دو تا ایرانی رد و بدل بشود. خدا انشالله همه ماها رو و شماها رو هدایت بکنه. اگر بری خورد از با آقای سربی بنده اتخایی میکنم. آقای بهادری شما هم اگر نظر خیر داشتید همونطور که گفتم آقا خیر ببینید، اگر هم نظر شر رو فتنه داشتید که انشالله هدایت بشوید. چشم من ممکنه با خود جناب عالی تماس بگیرم، ولی والله شهد الله ایها الناس هیچ شناخت قبلی هیچ مسئله من از این آقای بهادری ندارم، ولی از آقای سربی خب شناختی دارم که به اون شناختم تا همین الان عرضم به حضورتون هم بهش مباهی هستم، یعنی مباهات دارم، همان که آرزوی خوشبختی برای خودش عرضم به حضورت ایده هاشون،
چون خیر هست انشاءالله به خانوادشون دارم. بسیار ممنون. السلام علی من تبع الهدایین، خدا همه افراد رو هدایت. ممنونم اگر از شما. اگر بفرمایید گوش کنم. نه مرسی، خیلی ممنون. 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. مرسی. دوستان عزیز اجازه بدید من هم از این دوست عزیز داداش بزرگمون آقای دکتر افشارا تشکر کنم و من هم همین فکر رو میکنم که این از یکی از همین موجودات شاه اللهی است و یکی از همونایی که با من هم هی تماس گرفته آقا چرا به این آخوندها برنامه میدی، چرا به این برنامه میدی، چرا به اون، چون از اون راه نتونست موفق بشه از این راه آمده و شاید بهتر این باشه که من این جواب اینها رو ندم ولی از طرفی شایدم بهتر باشه که من اینجوری بگم که دیگران حساب خودشون رو بکنن و بدونن که اینجا اگه آمدن اون ماجرای اگه سنگ جواب چی میگه، اگر یکی بهت یک کلوخی زد شما بهش سنگ میزنی، اینجا اینجوریه، نمیشه که ما همیشه سرمونو بکنیم پایین هی شما تو سری بزنید هی ادا در بیاریم که بله ما بله بزن نه، یکی زدی دوتا میزنم و ممنونم از آقای افشارها، خوشحالم که ایشون هم همین فکر رو میکنه که اگه شما حسن نیت داشتید، اگه صداقت داشتید، خیلی محترمانه با خود آقای افشارها بعد از این همه مدت که تو برنامه‌شون میگیم آقا با من تماس نگیری. info@kaveacademy.com شماره تلفن 905-737-5858 تماس بگیرید. پس دیگه ببخشید آقای وقتا میگفتن یاسین تو گوش خر، والا بلا این خر بیچاره اسمش بد در رفته. شما ببین خیلی از این اون آقا یه مسیری رو که میرفت فردا دیگه اون برای خودش داشت پشت سر راه میرفت آواز میخوند، این علاقه راه کارها خودش میرفت. افرادی مثل این آقا به اندازه یک علاق شعور و فهم ندارن، بعد ورداشته نمیدونم چقدر خوب شد آقای افشارها که من اون روز برای شما فرستادم اون حتی عکس رو فرستادم که نوشته که دانلود ارور، بعد دوباره فرستادم گفتم خبر خوب شد، بعدم گذاشتیم وسط برنامه. آقا به هزار یه دلیل، این اینترنت تازه مال ما بیزینسه. بذارید الان بهتون نشون بدم دوستان، ببینید اسپید ما چقدره. بذارید اینجا براتون بزنم speedtest.net. اینو نگاه کنید، شما میتونید کامپیوتراتون رو تو خونه اینجوری با همین امتحان کنید، حتی میتونید سرعت وایفای هم که تو خونتون دارید یا جایی هستید ازش به اصطلاح با همین روش امتحان کنید. بذارید اینجا ببینید این speedtest.net اینه، شما نگاه کن این صفحه، اینجا میزنی این تست رو شروع کن. حالا ببینید سرعت اینترنت ما رو چی نشون میده. اول یه پینگ میفرسه، پینگ یعنی همین پینگ، این مثل از این ور یه سیگنال میفرسه از اون ور یه سیگنال میگیره ببینن چجوری با هم به اصطلاح در تماسن، آی پی رو مینویسه و فلان میکنه و اینها. بله پینگ رو فرستاد، میبینید پی آی ان جی مثل پینگ پونگ هست، کلمه پینگ پونگ هم. دوستان نگاه کنید 370 و 380 و 360 رو نگاه کن، من ساکت میشم فقط شما دقت کنید به این صفحه. حالا خودتون برید تو خونه بزنید، مال ما نوشت 340.05 پولی که از ما گرفتن حدود 160 دلار برای اینترنت بیزینس میگیرن، بیزینس 300 یا 330 اگه یکی از ناس، ولی 300 ما دو لازم داریم دو، ولی با همه اینها بعضی وقتا یه اتفاقای پیش میاد بهشم میگن این اینترنت اون یادتونه میگفت پهنای موج فلان توی ایران، بهش میگن این بندویتش نمیکشه، تواناییشو نداره، یه نفر نمیدونم داره گیم بازی میکنه، یه نفر فلان میکنه، هزار و یک ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به قفلت نخوری و یه الاغی میپره این وسط. و چقدر خوشحالم که آقا این دوست شما نیست، شما نمیشناسینش،
من قولتون میدم که این یکی از همون حرومزاده های که میدونیم به چه گروهی هم تعلق دارن، و اگه من امروز نیام اینجوری بگم شما با این آقا خیلی با احترام برخورد میکنید، ولی الان بهش میگه مردک تو کی هستی؟ بی جلو بینم. اگه راست میگی بیا روی اسکایپ، بیاد با تلفن با هم صحبت کنیم. اینا آدم های دروغگو پدر سوخته، اسم دین رو خراب کردن، اسم آزادی رو خراب کردن، اسم هر چیزی رو بگی شما خراب کردن. همینجا خاکش میکنیم بره گم شه. ویدیوی نگاهی به انقلاب 1357، این فیلمایی که تلویزیون من و تو میسازه، من حقیقتا نمیدونم، یه مدت شایعه بود که این مال گوگوشه، بعد یه مدت میگن مال انگلیسه. خودش تلویزیون من و تو آمد یه فیلمایی درست کرد که میگفت ما جاسوس اینور اونوریم که دیگه کسی بهشون حرفی نزنه. یه احمقی از نیویورک نگه که آقا یوتیوب به شما چند میده، براش نمیشنم آقا ما 9500 دلار به من میده تا کور شود هر آن که نتواند دید. اصلا به تو مربوط نیست آقا، تو شرکت آمریکایی حقوقا رو توی چک میذارن، توی پاکت به شما میدن، این از اون نمیپرسه تو چند میگیری، دوتاشون یه کار انجام میدن، از هم نمیپرسن تو چند میگیری. بد سیستمیه، خوب سیستمیه، به هم احترام میذارن. طرف به خودش اجازه میده آقا یوتیوب به شما چند میده، تا جون از فلان در من چه میدونم چند میده، به تو چه مربوط اصلا؟ آی آر اس اینجا نشسته فضول هممون هست. بله شما میدونم، نمیدونم پدر خانم دلاباد از اینایی که دو جا حقوق میگیره و زیر آبی پول رد و بدل میکنی، اینها ما که راه چاره نداریم، ما اگه یه دلار در میاریم تو این دفترمون مینویسیم. اینها دوستان نگاه کنید، این 10 دلاری منوچهر رو هنوز ننوشتم، این دفتره چون پر شده، امروز یه دفتر جدید گرفتم که تو این بنویسم. حساب من اینجوریه، اون وقت چی بگم؟ بیام من جوابگو باشم به یه مشت الاغای احمق نادانی، نمیدونم مثل این دیوانه روانی نیویورک، مثل اون یکی چی اسمشه نمیدونم گذاشته سعید بهادری. دروغن اینا، بیشتر دروغن. اون یکی هم که دروغ نیست، اصلا روانی خودش بدبخت میگه، میگه من انقدر زدم تو زندانه. خب آقا زدنت میدونی، برو به کارت برس، برو خودتو شفا بده دیگه. شما که مریضی نمیخواد بیاد به من نصیحت کنی که منو عصبانی کنی. و آقای کاظم دکتر کاظم افشارا درست میگه، من عصبی هستم، بعضیا از این عصبانیت ما سوء استفاده میکنن، ولی آدم که دیگه بابا از استخون، از سنگ و کاه و گل نیست. والا همین سنگ و کاه و گلم به یه سنگی یه سنگی بزنی سنگه میشکنه، به یه سنگی یه سنگ بزنی سنگه برمیگرده به. آقا میگه به کوه، کوه سنگ آواز خوشت تا خوش آید. آقا ما این بیننده ما چه خوشی دیدیم از اینا، آقا به من نصیحت میکنه که آقا نمیدونم فلان، آقا تو بیننده من بودی چه سودی برای من داشتی، چه سودی داشتی برای من؟ 5 سال الان بیننده ما بودی، برات ویدیو درست کردیم، برات عکس گذاشتیم، برات چی گذاشتیم، برای اون گذاشتیم، چه سودی داشتی؟ آمدی یه مشتی حرفای عوضی زدی، اشتباهی گفتی، همه زنگ زدن گفتن آقا این خسرو بهرامی دیگه، الان ازش میگم دیوانه است. میگیم بابا این بدبختم شکنجه شده، بز بیاد حرفشو بزنه. آقا این اسمت هم گفتم، برو به وکیلت بگو، بگو این تلویزیون از اول برنامه تا آخر برنامه اسم من آورده، من باید برنامه داشته باشم. اون وقت ببینم وکیلی پیدا میشه بیاد از شما دیوانه وکالت تو قبول کنه، بذار اقلا پول خرج کنی تا بهت بدم برنامه. بابا برید دنبال کارتون، برید دنبال زندگیتون. خب ممنونم. یه دوستی نوشته آقا زنده باشید. والا اگه بذارن دوستان. یکی دیگه نوشته قدر این تلویزیون، قدر تلویزیون آزاد و بی سانسور مردم را بدانید. ما چون که در سرزمینی دیکتاتوری رشد کردیم، معنی و مفهوم تلویزیون آزاد را نمیتوانیم بفهمیم. ممنونم از شما، امیدوارم منم بفهمم، امیدوارم شما هم بفهمید، و مرسی. همین شما ها هستید که اقلا به ما، شاید هم یه جورای تقصیر شما هست، شما ها با مهرتون، با دوستیتون، با خوبیتون ما رو اینجا نگه میدارید، ولی الان نمیذارید ما مثل دیگه زودپز منفجر بشیم بگیم بابا ولمون کن. اگه این ملت من هم گور پدرش ولش کنم برم. اون شعره بود میگفت نمیدونم گر پدر مملکت این است. شعره بنویسه یکی برای من بفرسه.
بس که راجب به مجلس و راجب رضاخان بوده، ولی هستید دیگه، چهار تاتون هم لطف دارید، محبت دارید. ما یه دقیقه برنامه‌مون دیر شروع کنیم، آقا امروز برنامه داری؟ آقا امروز کجا هستی؟ صحبت از برنامه داشتن و نداشتن شد. دوشنبه برنامه نخواهم داشت چون در آمریکا تعطیله. میبینید یکم هم صدام هم گرفته، میخوام یه دو روز استراحت کنم، حالم خوب بشه، استخر و شنا و سنا و یه مقدار وقت با نوام بذارم. ولی اگر کاری باشه، یه نفر برنامه‌ای داشته باشه، یه اتفاقی بیفته تو دنیا، شاید دوشنبه هم ما آخه دلمون هواتون میکنه. با همه این بدیایی که دارید بازم چه کار کنم؟ میگه عشق چی بود؟ دیوان عشق آتش بود و خانه خرابی داره. این عاشق بودن ما با این ملت روانی اینه. دوشنبه آقا تعطیل، ببینید چند تا دوشنبه من آمدم اینجا. پس دوشنبه چون پرزیدنت دی هست، پرزیدنت دی در آمریکا روز تولد اولین پرزیدنتشون که آقای جورج واشنگتن بوده، اون رو جشن میگیرن. بعد بعضی از این تعطیلی‌ها رو تو آمریکا میارن دوشنبه، حالا اگر افتاد مثلا پنجشنبه میذارن دوشنبه اون یکی، بالاخره جاشو عوض میکنن که مردم 3-4 روز تعطیل باشن، مسافرت برن، به کاراشون برسن. ولی تولد حقیقی آقای جورج واشنگتن روز چهارشنبه است. الان تو تقویم اینجا که نگاه میکنم 20 فوریه 2017 نوشته واشنگتن دی، فکر کنم اینسان ابزرویشن، یعنی این روزه روز اصلی نیست ولی ما اینو جشن میگیریم برای اون. خودمون هم همینجوری، مثلا بچه‌مون تولدش فلان روزه، میبینیم وسط هفته است، حالا نمیدونم مادر بزرگ نمیتونه بیاد، پدر بزرگ نمیتونه بیاد، دوستاش نمیتونه بیاد، موکولش میکنیم به شنبه یا یه شنبه، یا 13 به در میبینیم پنج شنبه میگه آ یه شنبه. در هر صورت دوشنبه من سعی میکنم با شما نباشم. گفت تا هستم رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. نخیر هیچ طوری هم نمیشه. میگه آقا یکی این افرام بود یه آدم دیوونه ای بود، چی بود اسمه؟ اون یکی میگه سوربی بود، اون میگه سوربی. میگه آها مامور جمهوری اسلامی. میگه اون یکی میگه آقا این مامور نبود، این با رضا پهلوی بود، رضا پهلوی از تب و تاب افتاده بود، این بهش پول داده بودن، گفته بودن بیا هی راجع به رضا پهلوی بگو تا این مطرح بشه. و اون یکی میگه نه آقا این مجاهد بود، اصلا این نقشه رو بازی میکرد. اینم دیوانه‌ای ملت بیننده ما. حالا یکی بیاد بگه آقا من هدف دارم، به این آرمن ساگینیان میگم آقا این همه این چیزهاره که میگی در 38 سال گذشته، من میدونم این ذکر مصیبت و تکرار مکررات چه دردی رو از تو درمان میکنه، بیا بگو راه حل چیه، تا مردم راه حل و برنامه تو نگاه کنن بگن آقا این عجب مردی که دیوانه است. بله میدونم چه دردی درمان میکنه، یه مشتی آدمی حقوق بازنشستگی میگیری تو کالیفرنیا، برای خودتون دستتون میکنید تو جیبتون میچرخید، نه بچه‌تون بهتون حرف میزنه، نه زنتون بهتون، نه زن دارید اصلا، زن طلاق گرفته رفته یا مرده، چه میدونم. اینا میان با بیکاری نوشته که برای رادیو فلانی پول بفرستید یا به صاحبش زنگ بزنید بگید دکانت را ببند. میگم آقا مگه این دکان باز کرده بود؟ این که میگه ما اینجا سنگر آزادی، ما تا حالا ندیده بودیم آزادی سنگر داشته باشه. یادتون این خانم سفاری که بهش میگفتن پریستناری، هی به مردم میگفت شما پول بدید ما تو این سنگر هستیم. من نمیدونم این چه سنگری بود که اینا سالها توش مثل فیلم چارلی چاپلین و اون چی بود لورر هاردی و اینها. در صورت اینم برنامه ما، مرسی متشکرم. خب آقای سوربی، این افراد کارشون اینه که شما وظیفه انسانیتون رو کنار بگذارید و وطن فروشان و جنایتکار فرقه رجوی خوشحال میشن. این دوستمون اینجوری که میگه، میگه این احتمالاً از چیز رجویه، از رجوی چه خبر دوستان؟ اینا امیدشون رو بسته بودن به این ترامپ، ترامپ که هنوز یه هفته نشده ترقش در رفت. شما میگید، میگید آقا فلانی تقش، تقش در رفت. نمیدونم تق در رفتن یه چیزی که میشکنه اون تاقی که صدای واقعا این چقدر افتضاحه، نه این دکمه های سر آسین چی بهش میگن؟ کلف میگن، کاف میگن، چه میگن؟ همیشه بدم میمده از اینا. خب ببینیم اینجا دوستمون چی نوشته. مرسی، ممنون. خب ببینم دیگه چی گذاشتم اینجا براتون، یکی دو تا بخونیم. نه دیگه 2:55 دقیقه است، اجازه بدید یک دونه یا دو تا
از این نوشته ها رو براتون بخونم. نوشته: هشتمین قاره جهان در اقیانوس آرام کشف شد، وزیر کار ترامپ مجبور به کنارگیری شد. این وزیر کار ترامپ دو تا مشکل داشت، یکی این که حقوق این کارگرای بیچاره رو که تو فست فود، تو این گرما، تو بوی روغن اینها کار میکنن درست نمیداد، همیشه میگم اینا باید کمترین حقوق داشته باشن. یکی این که یک کارگری رو آورده بودن که تو خونهشون از بچه ها نگهداری کنه و اینها، و حقوق اونم نمیدادن. انقدر گند کاری کرد که خودش گفت آقا من برم، که حالا منم اگر آمدن چی میشه. ولی یه چی مهمه، به جای اون مشاور امنیتی آقای فلین که کرد بیرون گفت استعفا بده و اینها، یه نفر بود بهتون گفتم، فکر کنم اونه که گفتم تو ایران درس خونده، تو تهران ترامپ بهش گفته بیا، طرف به دوستاش گفته this is shit sandwich، یعنی این به من میگه بیا ساندویچ بخور، ساندویچ گوهه و من نمیخوام. بعد برای ترامپ با احترام نوشته من به اصطلاح به علت گرفتاری های خانوادگی نمیام. یعنی آدمایی که سرشون به تنشون میارزه توی کابینه ترامپ نمیان، یا اگرم بیان لابد فکری هستن که یه جوری در برن. اینم از این. تبریک به شما. ببین ما از صبح تا حالا می‌خواستیم تبریک بگیم. تیم کشتی آزاد ایران با پیروزی بر تیم آمریکا قهرمان جهان شد. یا نوشته که تبریک به کشتیگیران افتخار آفرین، ممنون از پتیک. پتیک اینو برای من فرستاده. و اما ویدیوی ایشالله روی فیسبوک میخواستم براتون پخش کنم، شعریه که خیلی قشنگ شعر حال ایرانه، با طنز با شعر داره توضیح میده که میگه قرار دارم اون نفت بیارن، اینجوری شد اونجوری شد. به دوستانی که میرن این ویدیوهای عقب افتاده مجاهدین رو برمیدارن نشون میدن قلابی، میگم آقا به اندازه کافی هست. آقا تو ایران از من و شما آزادتر حرف میزنن، از من و شما نترسترن. ما اینجا برای همدیگه خودسانسوری اختناق درست کردیم. آقا طرف تو ایران فوش میده راست راست، ویدیو هم میذاره، تلفن هم میذاره، پخش هم میکنه. ما اینجا توی برنامه اسمش گذاشتیم، میگیم آقا هر کسی، خانم هر کسی هر حرفی داره بیاد بزنه. باز یه اولاغی پیدا میشه عرعر میکنه و زرزر میکنه و وقت ما هم میگیره و ما هم چه میدونم عصبانی میشیم، به جایی که بیام دو تا کلام حرف حساب بزنیم وقتمون رو میذاریم روی. و اما اینقدر آشور بود دوستان که فاکس نیوز هم صداش در اومد. برید ببینید این آقای شپرد اسمیت بعد از زورا میاد، بذارید من عکسش رو بهتون نشون بدم. آره من به این دوستان گفته بودم اگه کسی بخواد ما میتونیم اینجوری نشون بدیم عکس رو، بعد ببینید بگیم آقا برید توی گوگل بزنید شپرد اسمیت، یا بعد این لینک رو ما بذاریم زیر فیسبوک. بفرما برید ببینید چی میگه این آقا از این دیوانه زنجیری ترامپ و اون افتضاحی که دیروز حدود 3 ساعت آمد. اینجا میگن سولو یعنی تنها، وایساد به اصطلاح قرار بود وزیر کارشو معرفی کنه، به جای اینکه وزیر کارشو معرفی کنه دوباره برگشته راجب انتخابات و دروغ و اینها. دوستان شماها اگر فاکس نیوز رو نمیشناسید نمیدونید فاکس نیوز به خاطر دشمنی با دموکرات‌ها و اینها، اگه ترامپ میگفت شبه روز بود میگفت شبه، اینا میگفتن شبه، الان دیگه میگن آقا دیگه خجالت هم چیز خوبیه. اینم گذاشتم رو فیسبوک، برید ببینید عکسشم یه بار دیگه بهتون نشون میدم. بله این کار رو من میتونم انجام بدم، ولی من اگه اینو پخش کنم یوتیوب یقه منو میگیره، میگه سوربی شما آمدی ویدیوی فاکس نیوز رو کاپی رایتش رو چی بهش میگم فرنج چیز اینجوری کردی. خب دوستان عزیز ساعت 2:59 است، بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا و با ایشون باشیم در برنامه پر پا پرسش و پاسخ. اجازه بدید من عکس ویدیویی ایشون رو هم بدم به سیستم و دستگاهمون. خیلی خوشحالم که ایشون برعکس ما یک لبخند خوبی هم دارن میزنن، خوشحال خنده. خب آقای افشار ها معلم و دبیر بودن، عادت دارن به این کلاس ها. و آقای افشار ها با شما هستیم، خوش آمد میگم بهتون. ممنونم، ممنونم از اینکه بزرگتری میکنید گاهی وقتی منو نصیحت میکنید. و اگر قرار ارشادی باشه، اگر قرار امر به معروفی باشه، این روشی که شما انجام میدید درسته. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز آقای
دکتر کاظم افشارها در حین برنامه ایمیل و شماره تلفن ایشون رو هم در زیر صفحه خواهید دید. بفرمایید آقای افشار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، یا من هو اختفا لفرق نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله صلاة و سلام علی رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الذی ارسل مبشرا و نذیرا لیظهر الحق و یبطل الباطل و علی وصیه بلا فصل علی مرتضی و اولاده الائمة الاحد و اشهر المعصومین و نحمده و علی التوفیق لقبول ولایتهم و تبرا من اعدائهم. با سلام و درود بی پایان به موحدین عالم، یکتا پرستان جهان و معتقدین به صاحب ملک و ملکوت با هر دین، آیین، روش و وضعیتی که دارند. با عرض یک دنیا تشکر مجدد از خانواده محترم بصیر که به هر حال باعث شدن که ما در خدمت دوستان بیشتر باشیم و همواره هم خواهیم بود ان شاء الله تعالی. قبل از هر چیز خیلی زودگذر جناب عالی به حضور حضرت عالی عرض کنم من مکرر به جناب عالی هم به طور خصوصی و هم در عام در توی تلویزیون گفتن زمانی که نوجوان بودیم در عین عرض کنم که سبابت و عرض کنم شباب و دوران زیبایی زندگی عرض کنم که به دلائلی نوران دانشجوییست دیگه اینا آقا با چکش دندان شکستن، متوجهی شما؟ بله بله، برای من گفتید اگر بکشن به خدا راحت تر انسان. شما دست بکشید به دندونتون ببینین چه حالی میشه. من اون موقع به اونها میگفتم حضرت آقا، آقای بزرگوار، به هر حال من خیر از خوش زبانی به مراتب بیشتر دیدم تا اینی که بخوام بد زبانی کنم، چون گویا بد زبانی را من هنر همه کس میدانم ولی خوش زبانی را هنر کم کسان میبینم. اگر من به هر کسی میگم حضرت آقا، آقای محترم، عزیز من، به این دلیله، چون قاضی القضات بالای سر است، هیچ کس از هیچ کی خبر نداره. من اونجا هم که مزاحم حضرت عالی شدم برای این بود که تأییدی داشته باشن بر فرمایشات و گوهربارتون. البته آقای سربی شما وقتی که با خنده و خوشی صحبت میکنین بسیار بسیار زیباتر، دلچسبتر به جای برادر بزرگوار عزیز همه ما ایرانی ها، و خوب هم نیستش که انسان عصبانی بشه. حالا به هر حال یک کسی سنگی میندازه در یک جایی که موج ایجاد کنه، من و شما باید بگذاریم. ولی اون آقا و آقایان مشابه اون، همونطور که در برنامه جناب سربی عرض کردن، گفت چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حضرت سعدی رضوان الله تعالی علیه، چو کردی با کلوخ انداز پیکار سر خود را به نادانی شکستی، چو تیر انداختی بر روی دشمن حذر کن کندر آماجش نشستی. آی بهادری شما مسائلی نوشید که زیبنده نبود این موضوع منعکس آقای سربی بشود، چون همینطور که خیلی ها بعدی حتما از بنده می نویسن برای ایشون نمی فرستن. خب شما مگر این می فرستن؟ من می گفتم آقا خیلی خوب، بهتر می سنی بسن بزن بدین ساپورت بکنید ما بریم در سی این این صحبت کنیم، ما که حرفی نداریم. همونطور که عرایزم رو در برنامه های سربی گفتن بیشتر از این جناب سربی لازم نمی بینم که وقت بینندگان عزیز و محترم رو بگیرم و بهشون هم بیشتر بگم. به هر حال من وظیفه شرعی اخلاقی خودم میبینم که بعد جواب این ایمیل های بهادری رو بدهم و صحبتی داشته باشیم. ولی همونطور که مکرر گفتن تبری میجویم، بنده هیچ آشنایی خدایات و شاهدی بنده با ایشون نداشته و ندارم و نخواهم داشت، ولی امیدوار هستم در آینده بتوانیم با همه افراد ارتباطی صحیح و سالم داشته باشیم و صحبت کنیم. خب این مسئلمون که تمام شد، عرضم به حضورتون که همونطور که آقای سربی فرمودن، من فکر میکنم این شعر رو برای اولین بار من پرزنت جناب سربی کردم. گفت هر که پولی داد عکس انداختیم، از شما دادن زما انداختن. یک مزاحی بود که اینو اگر اشتباه نکنم در توفیق یک وقتی نوشته بودش و اینها اون روزنامه قدیمی. برحال همینطور که جناب سربی گفتن نه کسی رایگان پول میدهد، نه ارزم به حضورتون که مسئله داره. یک وقتی هم اگر انسان یک کمکی میخواد بکنه، بهتران باشد که سر دلبران گفته ناید در حدیث دیگران.
شاید بنده بعدها هم بخوام به عنوان قدرشناس یک کادوی ناقابلی تقدیم تشکیلات ایشان بکنم. خب به هر حال اونا مسائل جدایی هست، ولی تا کنون همینطور که ایشون اشاره کردن تایید میکنن هیچ چیز رایگانی نبوده است و بر مبنای همان بیزنس و دیل بوده است که ایشون ساعتی گفتن، بر اون مبنا هم دریافت کرد. بگذاریم. جناب آقای سربی، از اینکه اون در اون برنامه تو شما چند دقیقه به بنده مجال دادید که صحبت کنم و اظهار تبری بکنم از اون شخص و صحبت داشته باشم ممنونم. و حالا برگردیم به چند تا سرتیتری که دارم، زود بگذرم تا بعد برم به اصل ماجرای. مسئله مهم این هستش که این آقایانی که بلندگو دستشون هست، من مکرر هم با احترام هم حتی اسمشون رو میبرم که باید هم ببریم، وظیفه است، آقای همایون، آقای نمیدونم دایی، آقای نمیدونم قاضی سعید، آقایان دیگر این صحبت ها، بلا من اینطور یک برداشتی میکنم که اگر با آقایان رو بدهن و جلوگیرشان نباشن، اینا خیلی علنی میگن آقا بزرگان هر مملکتی شما بشینین ببینین ما چی میگیم به حرف کنین. آقا اینطور نیست، هر کشوری یک حکومتی دارد، چه به غلط چه به درست. این حکومت گردانندگانی دارد، چه خوب چه بد. آن گردانندگان سیاست و اطلاعاتی دارند که من و شما نداریم. بنابراین اجازه ندارم بگم آقا این چرا آقای نمیدونم دولت امریکا و دستندرکارانش اون بر دنیا رفته پایگاه درست کرده 2 میلیارد دلار هم در سال داره میده، به من چه؟ به تو چه؟ مگر من اون دیتا و اطلاعات رو دارم؟ چرا ایران در سوریه میره علم میکنه؟ به تو چه؟ به من چه؟ اگر راست میگید آقای همایون، شما رو که کسی مطالعه نداره، باید آجون بلند شد دست از این شهوات نفسانیه امریکایی بردار، برو در ایران بگو آقا بنده کلم پر از علم سیاسته، من در خدمت شما هستم. نشستن توی تاریکی و تیر در تیر روشنایی انداختن به نظر بنده کار درستی نیست. من آقای سربی مکرر اعلام کردم طرفدار کسی نیستم، برنامه سیاسی اجرا نمی کنیم چون در سیاست واردش نیستیم، نه که بگم علمش را نداریم، بسیار زیاد داریم، اما فعلا در کارش نیستیم، دیتا نداریم، داده و پیش زمینه نداریم، اطلاعات نداریم. زمانی که جوان بودیم، زمانی که در دبی بودیم، زمانی که انقلاب بود، زمانی که از ایده خودمون خواستیم پیروی بکنیم، 2500 سال حکومت فاجره فاسقه رو بندازیم کردیم و آن هم مباهی هستیم، انکار هم نداریم. اگر آنی نشد، آنی شد، اگر از نظر اجتماعی تا کنین ایران آنی نشده است که ما دلمان میخواست است و خود گردانندگان و انقلابیون اولی هم میخواستن، این مشکلات دیگری است، اصلا ارتباطی به اون انقلاب و به اون مسئله نداره. بسیار جای تأسف هستش که بعضی ها میشینن توی این بلندگوها جناب سربی میگن این انقلاب نبود، ای مرگک، ای آقای نصر اصفهانی، با جناب دکتر نصر احمدی اشتباه نشود، ای آقای نصر اصفهانی که میگی انقلاب نبود، با تمام سنی که دارید لازم میدانم کاف تسخیره به کار ببرم، ای مردک، خود شاه گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. یا بگویید آن مردک بی خود گفت است و دیوانه بوده است و دیوانه را دیگه نباید شما حمایت داشته باشید از خودش عقابش، یا شما خفقان بگیرید، انقلاب بود. این لازم بود که من به عرض آقایان برسانم که من بحث سیاسی ندارم. یک مدتی در کلاس های کوچک در سر کوه قاف در عین نوجوانی معلم مدرسه بودیم، بعدن آمدیم، خدا لطف کرد، خودمان همت کردیم تا معاونت یونسکو ایران رسیدیم، در کلاس های پرجمعیت کم جمعیت درس دادیم. اکنون که فرصتی شده است بگیم خدایا بگذار ما دو تا کلام حرفی که به عقلمان میرسد این رو بیان بکنیم در راستای بهسازی، خوبسازی، اگر از اون بر بیاد، اگرم نیاد که خب به هر حال نیامده دیگه، به قدر بستمون. ما قصد سیاسی نداریم، بحث سیاسی نمی کنیم، بحث سیاسی در توی امریکا باشد برای خانم حاله نظری، باشد برای آقای دایی،
کسانی که میخواستن این کارها باشن بودن، فعالیتشون هم کردن. یک نفر کشته شد مثل قطب‌زاده، بعد یکی شد بنی صدر، یکی شد هر کسی، یه هر کسی به کار بر شد، تمام شد. ما به هر حال فعالیتمان در ترویج ادیان است، در اعتقاد به ذات صانع است، با هر دین، هر روش، هر مسلکی که مردم دارن. البته بنده خودم هم این فقیر حقیر سراپا تقصیر سیاه روز و روزگار، دینم اسلام است، بهش هم افتخار میکنم. اگرم آیه سربه همینجا لازم است بعدتون برسم، چون چند دخشه هم شما فرمودید چرا ما بگیم بنده، چرا ما بگیم ناجیر. آقایان اینها الفاظ الهیه است. اگر میگویم بنده، نه منظور اینه که من بنده این شر. به سردمداران حکومتی این جاهایم میگیم آقا تو کسی نیستن، درست همان انشایی را به کار میبینی که با رهگذر کنار خیابون به کار میبریم. اگر میگویم بنده، این کلام حذفیه دارد، یعنی بنده خدا. اگر میگوییم ناچیز، یعنی ناچیز در برابر تشکیلات جبروت الله، نه در برابر اون آدمی که داریم میگیم. آقایان علمای قدیم مرحوم شیرازی وقتی حکایت عرض کنن که منع تنباکو، تحریم تنباکو، اگر دیده باشید نوشته از العبد، یعنی بنده. این معنیش اینه که عبد مردمه، اون شخصیت کذایی. ناصرالدین شاه به اون مقتدری گفت آقا چرا قلیان نمیانه؟ گفتن حرام کردن. گفت کی حرام کرده؟ عیال مهمش بهش گفت آنی که من و تو را به هم حلال کردی. ناصرالدین شاه ساکت شد. اون کس میاد به من و تو بگه عبد. بنابراین هم لازم شد بعدتون برسونم که اگر یه وقتی انسان الفاظی به کار میبره، روشن باشه که این در پیشگاه الهی است، اظهار خضوع و خشوع. اگر نه، همینطور که شما فرمودید، انسان به انسان نمیگه عبد، نمیگه ناچیز، نه هیچ. بگذاریم، این هم یک یادآوری دوستانه بود، انشالله که جسارت نبوده باشد. ضمناً دوستان یادشون باشه، همیشه میگن اسلام دارین میگین. آقایان خانم ها، اسلام ایران، اصلا ایران خودش اسلام رو پیورایز کرد، اصلا درستش کرد، خالصش کرد در همون اول، یعنی 1300 سال قبل. بزرگترین نحویون، بزرگترین لغویون، بزرگترین تاریخ نویسان، بزرگترین مفسرین، عرض کنم قرآن، مشرعین دین، همه ایرانی بودن. افتخار کنید اگر شما با دین اسلام ادعای دارید، که دارید. من این را اگر خدا بخواد انشالله اسناد مربوطش نشان میدم که حرکت ضد ادیان اصلا یک تایتل بسیار بزرگ است، بسیار مهم است در CIA از زمان از کنم ویلیام کیسی، در MI6 حرکت به سوی تخریب اعتقادی جوامع بشری سرلوحه است. غرب میخواهد بگوید هر چه ما میگوییم درست است، اینا همه انشاء شده نوشتیم، و خوب آن است که ما میگوییم، بدم آن است که ما میگوییم. این تلاش غربه. توجه داشته باشن خانم ها، آقایانی که صحبت میکنن دین اسلام، چه به اصطلاح مرحمت رسول الله، با همت رسول الله، منصوب الله، ایشون آورد مسلمانان ایران. عرضم به حضورتون که اینو منقعش کردن، درستش کردن، اصلا ما دین خودمون رو داریم. خودتونم میبینید زیاد ارتباطی به اون نداره، از اینی که فکر بکنین یک وقتی از کنم منتسبه به عرب میشود این صحبت ها، اصلا اینطور نیست. زبان هم روش تأثیر نداشته باشیم آقا، فرانسه، انگلیسی، عربی، ایرانی، هر طور مفتخر هستیم، ایرانی هستیم، زبان خوبمان هم فارسی است. البته اگر زبانی هم انسان دانست، ایرانی ندارد، انگلیسی، عربی، نرز کنم چاینیز و بسالله حاضر. جناب آقای سوربی، شما درباره آقای بختیار در آخر جلسه قبل از بنده سوال کردید، به دلیل ضیق وقت سریع گذشتیم. آقای بختیار اگر نگویم بزرگترین خائن بود به ملت ایران، به کار نمیبرم، چون شاید این به اصطلاح خیلی پربار باشه. ایشون اگر هم خائن نبود و خیانت نکرد، اشتباهی کرد نابخشودنی.
ایشون عملی کرد که امریکا البته 25,000 تا باقی مانده سیتیزن های خودش رو داشت خارج کرد. خب اونا میهمان ایرانی ها بودن، به سلامتی رفتن، ولی ایشون کاری کرد که بتواند حاج محمد رضا خدا رحمتش کنه، دی مرد حاجی بنده خدا آدم خوبی بود، ایشون عرضم به حضورتون که از دیدگاه اسلامی آدم خوبی بود، یعنی نسبت به ضد دینان برای در لباس احرام بود. این آقا توانست با میلیاردها دلار خودش با چمدانهایش با عیال عرضم به حضورتون مرموزش و طبعا با بچه هایش و با ازنابش که اون وزرای بودن که هرکنون در 20 میلیارد دلار آوردن، که بنده خدا خود این بیچاره حاج محمد رضا بردشیر زادی میگفتش که نگاه بکن آمدن اینجا پولا رو آوردن، حالا جواب تلفن ما رو نمیدن. اسم نمیبرم از اون مردک، قد کوتاهی داشت، نمیدن وزیر دارایی بودی صحبت ها. دوستان توجه داشته باشن، بختیار پلی بود برای این موضوع و یک اندکی هم با تفاوت به ارادت زیادی که ما، یعنی با توجه به ارادت زیادی که به بازرگان و تشکیلاتش داشتیم، زمانی که خواندیم در روزنامه که بختیار از مرز بازرگان گذشت، اینجا یک به اصطلاح مقالطه زیبای کرده بودن روزنامه نگارها، از مرز بازرگان یعنی مرز بازرگان و دیگر معنایش آقای بازرگان، روی رفاقتی که داشتن و شراکتی که داشتن در بعضی از چیزهای اجتماعی و اجتماعی کاسبی، ایشون دادن آمدن بیرون. البته وقتی هم که دیگه حکم عرضم به حضورتون که قتل آقای بختیار صادر شد، که حتی نوع آلت قتاله هم تعیین کردن که آقا با کار باید چی بشین، نه گلوله هم کار دیگر، جزای دنیویش را دید تا جزای آخرتیش باشد. هرچه اینم آقای سربیدان شما فرمودید بختیار مرد خائنی بود، ایشون در رده جبهه ملی بعد از مرحوم داروش فروهر بود، اصلا بدنه ای نبود، چون همیشه به دید مشکوک به این شخص نگاه میکردن در جبهه ملی. آقای صحابی که در آن موقع رهبر بود بلافاصله ایشون رو تبری کرد و بایکوتش کردن، اگر نه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی فرهیخته‌ترین شخص ایران، ایشون رو بنده شاهد بودن که میگم آقا ما گفتیم شما بمان شاه، شاهد بکن میذاریم توی کیش، ما اگر تونستیم با روحانیون محترم و عزیزمان به سر صحبت بیم اجازه فرمودن ما هم نخست وزیر باشیم، که ما که دیم بعدم بازرگان آقای خمینی نخست وزیرش کرد، تونستیم قانعشون بکنیم، ازشون خواهش بکنیم، مملکتمون امن میشود، تو شاهد بکن من کارمونه میکنیم. این قسمتش دیگه در تاریخ نیامده است، نقل قول است که حاضر نیستم بگم از کجا و چطور. زمنان آقای دکتر غلام حسین صدیقی گفت اگر هم یک وقتی قرار شد که ما با اینها به مصالحه نرسیم، مجالی ندادیم این مرد فرار کنه. ده ها و صد ها نفر نوکران یا رفقای قدیمش را به دم جوخه‌های تیر بیانداد و خودش فرار کنه. ای مرد تو فرار کردی، آمدی بیرون، مگر بیشتر از یک سال و نیم موندی؟ پس میبینید که دکتر صدیقی کاملا درست میگه، میگه به فرضن که اون میمون محاکمش دوره مثل هویداش میکرده، میلیاردها پول خارج نمیشد، از نابش در نمیرفتن و ضمناً باقی مانده هایش. آقای سربی این یک کلام دیگر هم میگم به این بحث خاتمه میدم درباره آقای بختیار. زمانی که لنین اومد به سر کار در سیاست رحمت رحمی نیست آقا، سیاست دو دو جربه کشن 200 میلیونی رو گفتن آقا این الکساندروف، این پسر الکساندر یعنی همون در اون پادشاه رومانوف، این بیچاره مریضه 7 سالشه 8 سالشه، این دکتر آوردن راسپوتین را آوردن برای دوا و جنگیری و ایسه بابا این نکش، گفت ابدا تمام را بکشین قال کنده. جمهوری اسلام این کار نکرد، گفت تو خانواده پهلوی خود حاجمن رضا خود عیالش برادر شهوتران خیکه از کنم که شهوت غلام رضایش و یه نفر دیگه یادم نیست، اینها محدور و دمند، اینها رو محاکمه کردیم باید محدود بشوند، به بچه هاش که کاری نداشتن، آمدن همشون بیرون. شما آقای سربی با باغچه بازی کردی، چه دلارم بکنید، میبینید زمانی که زمین باغچه رو بیرونه کرمایی هستن بهش میگیم کرم خاکی، اینا رو اگر با بیل بدنید و شقه بکنید، میبینین اون نیمه ها خودشون به قول ما مشهدی ها جلجل میکنن، یعنی بازن جنبش دارن،
که اگر محیط مناسبی باشد دوباره کرم سالمی میشن کار میکنن. شما ببینید این کرمهای از میان بریده شده در مرور زمان در اینجا رو آمدن، رشد کردن، حالا نیمبر میشینن، بلبل میشن. حالا میخوان برای باها کسی که مغز استخوانش از هوا و قضا و طعمه و پول اجنبی پر شده، این میخواد بره رهبری بشه. تد اومد چه یک شهروند خیلی بیجا کردی، گفت از کجا می آیی؟ گفت از حمام کوی تو. گفت این خودش پیداست از روی تو، از موی تو، از آن خم زانوی تو. تو میخواهی شهروند باشی؟ مادرت که دیگه به هر حال داره بوی حلواش بلند شده، هنوزه این ملت جمع میکنه که بیم با من مصاحبه کنین، آقا خجالت بکشین. تو رو به خدا آقای سوربی یک کمی بیشتر به معقولات و به حساب این مسائل شما به لطف کنین و هشدار کنین. آقا قباحت داره زن با این چهره با این هیکل به خودش بود یک کم به خودش بیان. به قول مشهدی پدلوی گوره بابا ول کن دیگه، هنوز عکسای 20 سالگیش و 30 سالگیش نشون میدن این صحبت ها. این هم از جریان خیانت دانسته یا ندانسته شاهپور بختیار که ایشون باعث خیلی فجایع شد. خیلی حالا بگذاریم، خدا به هر حال چون اهل نماز و روزه هم بودش در مجموع بیامرزدش و از سر تقصیراتش بگذره و از سر تقصیر همه مان بگذره. اینم بالا آقای بختیار. برای آقای هماینم که عرض کردم هر شاخه که سر ز باغ بیرون آرد، من اون روز به حضور حضرت عالی عرض کردم آری جناب آقای سربی این هم حکم عرف است، نه تنها عرف ایران، عرف همینجا هم همینه، هم حکم شرع است. هر شاخه که سر ز باغ بیرون آرد، هر ره گذری زمینش زمیوش برچینه، یعنی میتونه بچینه، ولی مشروط بر این که ممر عام باشد، بیرون از ملکش باشد. اگر نه پدر ارز کنم بایزید بستامی یک تا نصیب از درخت افتاده بود در باغ، گاز زد لقمه اشرف این تو، نفهمید مالکی هستش. سوال کرد گفتن صاحبش مردیست در بغداد. مسافرت او زمان همی نبود که بری تواپی ما بگیرن بروند، عمری را گذرن تا خودش رسون به اون صاحب و اونجا. رو آقا وز در این است که من میوهی خوردم و گویا این از باغ تو بوده، اگر حلال است بگو به من حلاله، راحت هم کن. اونم در حال داستان زیبایی دارد، خیلی عرفانی است، خیلی شاعرانه است، کاری نداریم. دختر این خود اون آقا گفتش یک دختری دارم کل است و کور است و همه چیز هستش، اینو بگی اینو اگر گرفتی من حلالت میکنم. گفت به من 24 ساعت وقت بده. استخاره کرد با خودش آمد گفت میگیرم، عیبی ندارم. ایشون به حباله نکاح در آورد، یعنی همسر این دخترش شد. زمانی که اینها هم دارن محرم شدند و دیدی ای بابا یک محپاره ایست که در دنیا اصلا درست نشده این قضیبا. بعد به پدر این عیالش گفتش آها شما به من اونجا گفت آها آره کسی که از اون نمیدونم بلخ و بخارا و هر کجایی که بوده آمده به بغداد برای که اجازه خوردن یک سیب بگیره، من دیدم حیف این کیمیای احمد دره و چون میدونستم به رضایت من به استرضای من، این کس به رضایت من اومدی هر چی بگم قبول میکنی، گفتم به افتخار میکنم از این زوج از این دو فرد بایزید بستامی به دنیا آمد. بنابراین توجه داشته باشید دوستان عزیز، این مسئله ارزم به حضورتون شعری که خوندیم آری مسبوق به سوابق مذهبی اخلاقی و قانونی است که آری اگر یک وقتی هرس نکردی شاخه درختتون رو، تازه اگر به سر کسی هم بخورد و عرض کنم که یک جرحی برداره میتونه سو بکند و غیر ذالک. در این قسمتش چون حضرت عالی هم آقایی دارین، درست میگم آقای سوربی؟ کاملا درسته. اگه یه درختی این ور باشه رو ماشین من بیفته و اینها میتونم سو کنم. آقا اجازه میدیم من دو تا چی خدمت شما بگم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. اولا درباره توضیحی که دادی در مورد بنده ناچیز حقیر بسیار ممنونم. این همیشه برای من سوال بود و این سوالو شما
جواب دادید، بسیار ممنون. در مورد حاج محمد رضا پهلوی، چون شما بارها گفتید که ایشون آدم مؤمنی بوده، باز برمیگردیم به دوستان نادان ایشان که اینا امروز هم میان میگن آقا اون مسلمون بازیش هم قلابی بوده و تظاهر بوده، یعنی حق این بنده خدا رم خود این دوستان نادان جواب حضرت عالی نباشد، غلط کردن اینها. میگن آقا بنده در مشهد میدیدیم ایشون رو. بله بله. و اما در برابر دریه امام رضا ایشون عشق میدید. بله. آقای احمد علی مسعود انصاری هم میگه ایشون خیلی با ایمان بوده. بله بله. آخرینش راجع به این خانم فرع پهلوی و اینکه چه جوری ایشون سر پیری هم باز دنبال قدرت هست. اولا خب ایشون از جوانی دنبال قدرت بود و چگونه پادشاه رو خراب کرد و اونجا رو به محل اوکی این تبدیل کرد. ولی چون شما شعر و اینا خوب یادتون میمونه، یه شعری سعدی میگه که اونایی که یا قناعت پر میکنه چشمشون رو یا خاک گور، فکر کنم خانم فرع پهلوی اونایی باشه که چشمش قناعت، یعنی قناعت رو نمیتونه، فقط خاک پور، خاک گور. خب بعد هممون رو بخیر کنه آقای انشالله. انشالله. بله. حضرت عالی الحمدلله الان سر مر بسیار استحکام، انشالله همیشه یه روزگار اینطور باشید. ولی خواهید دید آقا 30 سال دیگه انسان واقعا 20 سال دیگه به چه روزگار جسمی و روحی عجیبی گرفتار. خدا میگن عاقبت به خیر کنه، یعنی همین خانم فرح پهلوی، زشت این صورت زشتتون رو اینقدر نشون بدید، برید دیگه یک کمی به هر حال به روزگار خودتون برسید. این یک خواهش و یک پیشنهاد اخلاقی مذهبی است به شما میدم، اگر نه این جسارت ها به ما نمیده. هر طور کسی بگذرد عرضم به خدمتتون که آقای عرضم به حضورتون سربی عزیز، بینندگان محترم، من مسائلی داشتم که حتما هم باید این رو به عرض دوستان برسانم، برای که این مأخذ و مدرکی است که خیلی افراد ندارن و مسائلی هست که مطمئن هستم بسیار بسیار آموزنده، ارزشمند و نشنیده است برای دوستان. شاید بگم شب امروز یکی دو چند خطیشو بخونم تا بعد ادامه بدم. اما دیشب در ساعت 10:30 شب بنده یک برنامه ای دیدم از آقای مهندس بازرگان و آقای خادم در پرتو نور که بنده بسیار منقلب شدم، ناراحت شدم و تصمیم گرفتم که در این مورد صحبتی داشته باشم به آقای عبدالعلی بازرگان. دوستان عزیز، بنده با ایشان به دلائلی سر ارادت داشتیم. آقای عبدالعلی بازرگان، امیدوار هستم حضرت عالی یا بشنوین یا برسونن به شما. بنده اسم و فامیل و مشخصاتم که معلوم است در این تلویزیون، اما از نظر سر آشنایی با مرحوم ابوی حضرت عالی من یک کلید، یک آدرسی میدم به شما. اگر درست بود حرفم درسته، اگر نبود باشید کس دیگری شد اشتباه گرفتم. اگر مرحوم والده آقای مهندس بازرگان بزرگ، یعنی به اصطلاح ما مشهدی ها بی بی شما، به اصطلاح واقعیش مادر بزرگ پدری حضرت عالی، ایشون گالش هایی بود آقای سربی، شاید شما هم دیده بودید که خانم های معجبه قدیمی تقریبا مؤمن گالش های مشکی بود که توش ماهوت های قرمز داشت. من شما یادتون میاد مادر بزرگم داشت. بله 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 بله. اگر مادر بزرگ شما آقای عبدالعلی بازرگان از آن گالش ها می پوشیدند، بیشتر از این آدرس نمیدم و حرفم درست است، بدانید که بنده تقربی دوری و به اصطلاح بعیدن، یعنی با یک استبعاد مکانی زمانی با مرحوم پدر شما داشتم، آشنایی دارم و شاید از کسانی بودن که از آن گالش ها به مشهد وقتی به دیدار حضرت بازرگان مرحوم طالقانی در زندان می آمدی ما می آورد. اگر درست، اگر نشده بازرگان دیگر یک کس دیگری بوده است. با این ارادت دیرین آقا بنده میخوام یک مسائلی رو در رابطه با برنامه دیشب شما عرض کنم تا بعد انشاءالله تعالی در آینده بتوانم این به اصطلاح سر ماری رو که قرب حساب برافراشته تحت عنوان نمیدونم
چی میگن اینها، روشنفکران دینی، روشنفکری دینی، مدرنیسم دینی، از این حرفا علم کرده است رو در یک سلسله برنامه هایی بگم تا بعد خود دوستان شنونده بگن آقا الحق این حرفا درسته و راستم هستش، ولی خب هر کسی هم هر دینی داره داره با نهایت احترام در سر جنگ با دین دارد و دینداری از همه مهمترش با دین اسلام، ما در اون مقوله داریم بحث میکنیم. آقای عرض کنم که عبدالعلی بازرگان، حضرت عالی در اون برنامه دیدم میخواهید با یک سریشم نامرئی بین مزخرفات غرب، بین مدرنیسم مسخره مورد تمسخر تمام مردم دنیایی که اندکی اعتقادات و معرفت کیهانی و جامعه شناسی دارن برسونم، که تلاش نکنید آقا که مسائل مدرنیسم به اصطلاح امروزی ها بخواید موجهش بکنید به وسیله ارکان حنیف اسلام. اسلام بلاک اند وایت در نهایت رعفت، در نهایت محبتی که داره، که متاسفانه بوقای شیپوری خارج هست که میگه قتل قتلو میگه، اینطور نیست. در نهایت اون به اصطلاح رأفت اسلامی که در محکمات الهی یعنی در قرآن کریم هست، بسیار هم سر خطوط قرمزش میست اسلام. یعنی شما اندکی اطلاعات ریاضی حتما دارید آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، رابطه تابع متغیری F=Y=F(x) در اینجا شما جای x و y رو اشتباه میگیرید، y تابع مساوی f(x) متغیر x میشود. شما میگید متغیر فرهنگ غرب رو میگیرید، y رو اسلام شریف و حنیف میگیرید، در حالی که این یک به اصطلاح مغالطه ریاضی شما دارید در میارید. x اسلام است. چرا من با این قاطعیت شما میگم آقای عبدالعلی بازرگان؟ چون خانواده شما رو میشناسیم. گناه برای خودتون نخرید آقا، من نمیدونم این امریکا چه سرزمینی است که وقتی قرار میگیرید اصلا دیجنره میشید، برمیگردین شما. خدا بیامرزه یک زمانی آقای عرض کنم که سربی مرحوم ادیب نیشابوری دو در مرحوم منزل مرحوم پدر بزرگ بنده میآمدن فقط به عنوان زینت مجلس، چون ادیب نیشابوری قیامتی بود. ایشون اردن به حضورتون دو ساعت یک ساعت و نیم میامدن مینشستن فقط برای افتخار دادن به اون مجلس های بسیار بزرگ به اصطلاح روزخانی و این صحبت ها، هیچ کم صحبت نمی کردن. دو تا سوالی کسی داشت میکردن بعد یک ساعت دو ساعت هم تشریف میبردن. این آقای ادیب نیشابوری من یادم از بچه در 12 ساله بودین یک نفری سوال کرد که آقا بنده‌زاده بچه من میخواد بره به اصطلاح خارج غرب آمریک و قول فلان، همون زمان هرچون گفتم ایشان من یادم از یک چپق یه متری بود که اصلا این متعلق فقط به آیه ادیب نیشابوری بود در منزل پدر بزرگ من، کسی هم حق نداشت دست بزنه، هر وقت ایشون میمودن جلوشون میگذاشتن. ایشون گفتن ابدا نخیر نگذارید آقا، هر که خارج میرود عیسی موسایی میشه. ما اونجا در عالم بچگی خودمون عیسی موسایی میشه، بعدها فهمیدیم یعنی آن که یا ارمنی میشود، یعنی یا مسیحی میشود، یا عرضم به حضورتون که کلمی میشه، اگر هیچی هم نشه همون دین خودش داشته باشه هفروت میشه. آقای مهندس بازرگان، اسلام شاخصه دارد آقا. شما اگر در تو آب دریا بری، اگر 2000 بار بری زیر دوش آب غسل جنابت میخواهید بکنید، اون احکام غسل رو انجام ندهید، هنوز جناب باقی موندید، نماز نمیتونید بخونید. باید ابتداعا شما حتما چه کار بکنید؟ نیت بکنید آقا غسل میکنم، غسل بدن از جنابت، تمام بدن سمت راست سمت چپ. بگذارید این حرف ها و این مسائل شکنی ها را همان عرضم به حضور شما اون خاله نظری بکنن. تو میگم غسل یعنی چی؟ منظور این بوده که تمیز بشین. ابله، در زمان حضرت رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین دریای سرخ مگر نبوده؟ بیخ گوش صحرای عربستان بود، آبش هم کیمیای احمر است.
چرا نفرمودن که آقا شما میتوانید اگر اینجا رفتیم دیگه غسل نکنیم؟ اگر نمیتوانیم ما و شما بفهمیم در این مسائل چه حکمتی هست، این ضعف بشره، دلیلی نداره. آقای اردم به حضورتون که مهندس عبدالعلی بازرگان شما بیاید بشینید، حالا بذاری این جوشش ها رو یک آقای هست بهش میگفتن چی خدایا او یارو وزیر محمد شاه قاجار میزاقاسی با یک زن شناخته شده ای که ایشون احکام عرض کنم سکس تدریس میکرد و این دانشگاه مزخرف خارجن که داره همه چیز رشته درست میکنن، میگن بابا رو سکس تراپیست یا مدرک تالا برو بابا بگیرشین بگو من دکتر فلانه، با این آمده بود جناب سربی صحبت میکرد، تلاشی داشت که بگنی خیلی هم این حرف ها از اسلام دور نیست، مثلا من که گوش نمیم چون این ها اصلا کفاره دارین صحبت ها، ولی در مجموع بنده نگاه کردم دیگه ایشون تلاش داره که جوششی، یک رابطه ای، یک خوشامدی بدهد به حرفای او از طریق دینش. بگذار آقای عبدالعلی بازرگان این حرفا هم همان مردک بزند با اون زند. شما چرا آقا اسمتو گذاشتین پرتو نور، مفسر قرآن میگیرید خودتون رو، چرا غلط اندازی میکنید؟ این کارها فتنه است آقا، تفتین اینا، شما فتان شرعی میشین در این مورد. البته چون نمیفهمید متوجه نشدید در شما حرجی نیست، بنده نماز توبه خوندم رو ارادتی که به پدرت داشتن. آقا جون قرآن کلام الهی است، لااقل برای شمایی که متدینی و بنده که ایمان دارم بلاکن باید هیچ تاروکی هم نداره، اون روزی که آمده تا صدها هزار سال بعدش رو هم چه کار کرده؟ پیشبینی کرده، دلیل الان برات میگم. شما بروید به سوره مبارکه مبالغه مجادله، ببخشید سوره مجادله در آیه شریفه 3 میفرماید والذین یظاهرون بالنسائهم، این مظاهرون آقا به معنای زهار است، زهار با دو چون میمیسن آقای سربی، یکی با زه نقطه‌داره یکی با زین است، زه نقطه‌دار معنایی دارد که به پایین تنه افراد مربوط میشن، مورد بحث ما نیست، زهار با زین به معنای نوعی طلاق است که الان هم هیچ وقت پیش نمیاد، این ریشه در عرضم به حضورتون که قبل از اسلام داشت است و بعد از اسلام، ولی خب به هر حال کلام الهی است بایستی دانسته باشد انسان مسائل. زهار این هست که اگر مردی مسلمانی در این مقاربت و همخوابی با عیالش گفت پشت تو شبیه پشت مادرم هست، دقیقا ده، فکر نکن من دارم سانسور میکنم، یعنی با قول شما گاهی شما میگین قنبل، نه اینجا قنبل نیست، زهر پشت، اگر گفتی پشت تو مانند پشت مادر من است، این زن به شما حرام میشه، شما نمیتونید دیگه با ایشون هم خوابی داشته، نامحرم میشه. والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که زهار یعنی به این شکل مطلقه میشوند جدا میشوند، ثم یعودون لما قالوا، اون زمانی که دیگه خواستن از این حرفشان برگردن نمیتونه بگه دیگه برگشتم حالا بریم با زن شوهری، خیر، نگه فتحریر و رغبته، یا باید یک بنده آزاد کنی، خوب توجه کنی، باید یک بنده آزاد کنی، همین حریت اسلام رو میرسونه، آزادی بنده و برده و یه حرفات 100-150 سال پیش دید کشوری که امروز دایی تمدن میکنن سر شد، در اون موقع میگفت تلاش داشت همواره اسلام که بنده آزاد کنید، خب فتحریر و رغبته، یا یک دونه رغبه یک دونه بنده آزاد کن، خوب توجه کنید، من قبل ان یتماسا، قبل از اینی که با ایشون تماس بگیره با خانم دتونی دوباره همخوابه بشید، زالکم تو از اونه به کار ندیم، این وضع می شود شما دیگر از این کارا نکنید. حالا خوب ببینید آینده نگری اسلام رو، آقای سربی خواهش میکنم اینجا حضرت عالی هم توجه بفرمید، میگه فمن لن یجب، اگر بنده پیدا نکردی، خب اون زمان که در محیط مکه و حرض کنم که در اون موقع که دنیا در دنیا برده و غلام و نمیدونم این چی میگن عبد بودم، این برده فروشی دیگه رقبه، خب اون زمان که به راحتی پیدا می شده بخیر آزاد کنی،
میگوید در اینجا فمن لم یجد، اگر شما پیدا نکردید، یعنی 1000 سال 2000 بعد سال بعدش مثل حالا، فصیام شهر متتابعین، 2 ماه باید روزه متتابع بگیری پشت سر هم تا بتونی دوباره برگردی به اون حیات. باز میگه ممکنه یک کسی بیاد و مریض احوال باشه، من قبل ان تمتصد، قبل از اینکه بخوای با اون بخوای باید 2 ماه روزه بگیری. اگر نتونستی فمن لم یستطیع، اگر کسی استطاعت روزه گیری هم نداشت، فاطعام 60 مسکینا، 60 نفر را باید اطعام بدی. جناب آقای مهندس بازرگان، شما نمیتوانید بگید عوض یک برده دو برده یا نیم برده آزاد کن. شما نمیتونید بگید عوض 2 ماه 59 روز روزه بگیر یا 61 روز بگیر. و در آخر کار شما نمیتونید بگید آقا 59 نفر را اطعام کن یا 61 نفر. بلک اند وایت. دلیل چیه؟ فضولی موقوف، کلام الله فضولی نداره. قبول نکردن خانم ها آقای ها به درک من النار، دنیا اصلا همه بشن ضد اسلام و کافر، بردامن کبریاش ننشیند گرد آقا، مگر خدا نعوذن بالله نستجیر بالله منتظر است که بنده اون حسن حسین گرد بشن مسلم بشن. او تاریخ اسلام پر است از این عرض کنم یاوگویی ها و از این قرآن سوزی ها و از این کتر کتر گفتن ها. آقای عبدالعلی بازرگان، نیایید شما محکمات آیات عرض کنم کریمه قرآن رو بخواید با فرهنگ مسخره غرب اینا رو جوشش بدین. تا بله مدرنیسم دیگه حالا برای رای، ولی آقا اسلام میگوید اگر کسی فوت شد، 2 تا شما سهم باید به پسر بدهید، 1 سهم دختر. ولی خب شما میتونید تا زنده هست تمام ثروت رو بده به دختره. به شما نیامده، به بنده نیامده که رو محکمات الهی بخوایم بیم مدرنش کنیم. اینها مزخرفات. امیدوار هستم آقای عبدالعلی بازرگان از سر نادانی یا اینی که فکر میکنیم به این شکل میخوایید سریشون بدیم، آقا اصلا این حرفا نیست. در اسلام میگن آقا گفتن زن رای نده، این ایراد میگیرن که چطور شد آقای خمینی در اون موقع میگفتن رای زنا ندن، بعدن گفتن آقا جان گوش تو کن بفهم، این خیلی روشنه. اولا اسلام همونطور که مکرر در جلسات قبل هم گفتم مفهوم مشاوره داره، به مشورت خیلی اهمیت میده، مفهوم رای ندارد. هیچ جای اسلام نگفته رأی قابل قبول است، نه تنها نگفته است، بلکه به نظر بنده اسلام اصلا میگه مرگ بر این عرض کنم لیبرال دموکراسی مبتنی بر اومنیسم. میگه مشاوره بکنید تا میتوانید، مشاوره بسیار ضرورت داره. خوب رأی اصالت شرعی ندارد، فقط آقا میگه آقا حالا بری که جماعتی میگن حالا رای و رای بازی هم باشه بین رای بدیم، اوکی بین بدیم. ولی مگر یادت رفته آقای عبدالعلی بازرگان که امام فرمودش که آقا اگر 40 میلیون بگن نه من بگم میشه حرف من که شد؟ اگر آقای خمینی میگه آقا زن حق رای ندارد، برای که در زمان حاج محمد رضا پهلوی میخواست تحت این عنوان بعد زنها رو بیاره تو کابینش که آورد، مخواست همه کاره بکنه که کرد. هیچ شریعتی آقای سربی، هیچ طریقتی، هیچ فلسفهی به اندازهی که اسلام کرامت و زیبایی و ابهت بدن بخشیده نبخشیده است. آقا آزادی زن در غرب همانطوری که بزرگان گفتند برای اطفاء شهوات نفسانیت بود مرد این کار کرد. به چند زبان ما ایره به شما بگیم؟ اگر نه شما به خطابه حضرت زینب نگاه بکنید که دنیای اون زمان رو لرزون. رسول الله صلوات الله علیه اجمعین زمانی که میرسید به خدمت دخترش دست فاطمه زهرا میبوسید آقا،
آقای سربی، حالا اینها که به هر حال مسائل دینی بود، من خودمش هشش هفت تا برادر و چهار تا خواهر داشتیم. آقا این پدر خدا بیامرز رفتگان شما رو، مرحوم پدر ما کوچکترین خطایی میکرد این فلک بود. اهلا و سهلا. یک روزی ما بچه کلو گفتیم بابا اینقدر شما ما رو میزنین حاج آقا، چرا اصلا فاطمه نمیزنین خواهرمونه؟ گفت نه بابا، نخیر اصلا، دختر و زن در اسلام جای خودش داره. آقای سربی شهد الله، خدا رو گواه میگیرن، تب من ندیدم ایشون به دختراش بزنیم. ای جماعت نسوان، ای خواهران محترم، ای خانم های گرامی، گوشتون باز کنی، نیاید خودتون رو به اصطلاح دست مسک فرهنگ غرب بکنید که خیالتون میرسه میگه بچه تا بلش کن، خانه زندگی تا بلش کن، اینا رو بچه معصوم شیش ماه رو بردار ببر بذارش توی دیگه معلوم سر دست کدوم اجنبی میگی، ولی خودت ببرو اونجا سکرتر بشو. ببرمون اینا رو یکم اندیشه کنیم. حالا من به فعلا امروز بحث اجتماعی دقیقا با آقای مهندس بازرگان دارم صحبت میکنم. شما آقا نمیتوانید برای جوشش دادن به خیال خودتون مدرنیسم با فرهنگ منقه پاکیزه قاطع محکمات قرآنی بخواییم جوشش برقرار کنیم و نکنید آقا این کار رو. بنده تلفنم مشخص، ایمیلم مشخص، راهی بگذارید تا بنده با شما صحبت بدارم و به عرضتون برسونم که هیچ گونه مسئله نیست. الاسلام یعلو و لا یعلو علی، اسلام نیازی به حمایت حضرت عالی جناب آقای سروش. آقا بگین یک دفعه دیگه نعوذن بالله، نستجیر بالله، نه خدایا، نه پیغمبر، نه دین، نه قرآنه، و سلام تمام شده را. این بازی ها چی در میارید آقای سروش؟ رؤیاهای رسولانه. یک روزی آقای سروی بنده از سه نفر از بزرگان که دو نفر از اونها که وقتی وزیر علوم بود شرایط بگذاریم، وزیر علوم بود، وزیر رئیس کمیسیون بود، آقای اسامی نمیبریم، و یکی از آقایانی که اگر از خود سروش بالاتر نباشند و خود سروش هم قبول داره پایدار نباشند، دکتر یکی یک شخصی، اینها بنده را رسول کردن. گفتن آقا هر کدوم اینها سه تا خط نوشتن، سه تا حرف گفتن و گفتن چون میگی این سروش در عرض کنم تورنتو میبینیش، این را بده. و مفهوم و معنای اون کلمات شریفشان اون بود که آقا شما لغزش کردی، ولی به حمدالله هنوز سقوط نکرده آقای سروش، سعی کن سقوط نکنی، ولی منو مخیر کردن آن آقایان که گفتن افشار اگر شما مقتضی دیدید، مصلحت دیدید، مختارید که این رو بگید یا نگید، بدید یا ندید. این اذن رو به بنده دادن، محکوم نبودم به حتما دادن، گفتم به مصلحت خودتون، چون هزاران مصلحت رو نمی‌سنجیدم چه درباره بنده چه درباره موقعیت. چی ما آمدیم آقا در این پسراشون یک جلسه دارن، یک چیزی دارن در این تورنتو، یک مکتبی درست کرده به نام مکتب چیز سهرورد، یک چیزی هست در باره همین فلسفه مطلبه، اون پسرشون چیز کرده مکتب به نظرم آره سهروردی یا چی چیزی انجمن نمیدونم فلان. ما شنیدیم ایشون میاد اونجا، رفتیم. در بد و برخوردی که من با آقای سروش داشتم، در اون برخوردی که در 40 سال 35 سال قبلش در کمیسیون ملی یونسکو داشته بودم با این جوان اون موقع، یعنی خیلی جوان تر از حالاشون، و برخوردهایی که دیده بودم مسائلی دیدم، دیدم آقا زمین تا آسمان فرق کرده. دیدم اگر اون آقایان گفته اند ارزم به حضورتون که لعزیده سقود نکرده، بنده ایشان را در حال اثبات دیدم، دیدم نخیر مثل که سقود هم کرده ایشون هنوز قبل از این جریان رؤیاهای رسولانشون. بنده رفتم با ایشان مصافحه کردم، به قول اینجا یا حاق دادیم، و بعد هم رفتم یک نیم ساعتی یک ساعتی در اون انجمن سهروردی شد نشستم، یک صندوقی هم گذاشته بودن اونجا که هر کس مرا یک 20 دلاری بندازه، 5 دلاری، 10 دلار، یک 20 دلار هم ما انداختیم. و وقتی هم خواستم بیایم رفتم دوباره باز مصافحه ای کردیم، چون خب ما سبب بود از قدیم میشناختیمش دیگه. آمدم با
و آقایون هم گفتم آقا بنده بسیار متاسفم که به عرض شما برسانم که شما هنوز عنایت داشتین، گفتین ایشون لغزش کرده، به نظر بنده ساقط شده این مرد. 4 ماه نگذشته و دیدیم یک رساله یک مسئله با ما روشن فکری که مشکی این MI6 و نمیدونم CIA و نمیدونم این پاپر و از این چرت و پرتای فلسفه ساخته MI6 و یک پا هندونه دادن زیر بقلش تا مصاحبه BBC کرده، نمیدونم رادیو اسرائیل ازش تعریف کرده، این بنده خدا رو با فرق زدن زمین آمد نمیش نمیدونم رؤیاهای رسولانه نوزن بالله لا اله الا الله. گفتم آقا من به ایشان بگم که از همینجا میگم آقای سروش جان چرا برادر مجامله میکنی، چرا لفاظی میکنی؟ آقا یک دفعه بگو ایانات خدا نیست نوزن بالله، همه اینا دروغه. خب بگو آقا مگه اینجا کمن که میگن کسی که در موضع و در مکان اسلامیت نشسته مثل جناب آقای مهندس بازرگان، مثل جناب آقای سروش، مثل اگر بنده قابل باشن که نیستم مثلا نامی از خودم نمیبرم باشن، اینها مجاز نیستن بیان فتنه در کار قرآن کریم بکنن. من عوض اینی که بخوام بیام با فرهنگ نفس قرب بخوام بیام عرضم به حضورتون که سازش بدهم کلام الهی رو، من میگم دوستان یا یوحناس یا 1,000,000 نفر یا 2 نفر به عرایض ما که منقول از کتاب محکمه الهی قرآن کریم هستش توجه کنین، ببینین آیا بد گفته از قرآن و خوب گفته است. ما مکلف به انجام این کار هستیم. آقای سروی در اسلام برای ارتضاء روزمره زندگی 3 تا کار میذارن، میگن یا انسان باید کار کند، کارمند باشه، کارگر باشه، نمیدونم درایور باشه، نمیدونم معلم باشه، تلویزیون دار، هرچی کار کنی رزق و روزی حلال دراری بخوری. شغل بعدی دزدی است، دزدی نو شغله، دزدی نو شغله، شغل حرام است یا تکدی است، سالت، گدایی. ولی اینها همه احکام داره. وقتی میگن آقا دزدی شغل حرامی است، این حد داره، معنیش این نیستش که مثل فرهنگ وسترن مسخره قرب بگن اگر ایک آمد تو ملکت تو حق داری گلوله داری تق بزنی بکش، نه، یک حدودی بر سارق جاری میشه که خود میدونن. آقای میگن اولش نمیدونم انگوش دارن از صحبت ها. آقای سربی اینو من به چشم خودم بچه بودم 9 سال در خانه ما دزد آمده بود نصف شب، این بیچاره ازم به حالت گریه میفتن، در توی آشپزخانه صدایی در آمد، برادران رفتن یه دزدی رو گرفت. الله الا الله، خدا همشون رو بیامرزه، اون هم که اصلا سلامت داشته باشه. اگر باور بفرمایید کوچکترین تعرضی مرحوم پدر گذاشت به مرد بشه، لا والله به برادرها گفت شما جهان تحریک نشید، اما این مرد قداش دادن چون تو آشپزخانه بود دیده گرست نش بود، قدر خورد 20 تومن اون زمانم پدر با گفت برو بابا جان، برو پدر جان برو کاری بکن. گفت آج آقا کار پیدا نمیشه، گفت تکدی کن. تکدی یعنی همون که کسی دست راز کنه بگه آقا برای رزق من بدین نه کلاه برداری. خوب در اینجا آیه کریمه در آیات 9 و 10 سوره مبارکه الزها میفرماید فاما الیتیم فلا تقهر. آقا کسی که یتیم شد اینو سرزنشش نکن، آزارش نده. مهم هم نیست یتیم معنیش نیست که اگر 3 ساله بود یا یک آدم 60 ساله. پدر یک مرد 65 ساله فوت میکنه، ما میریم اونجا میگه اینو آزارش ندی، نگاه دیدی اونجوری کردی بابت بپر، دیدی چی جوری شد بخور، هر آزار نده. فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم را آزار ندی، نه آزار. و اما سائله فلا تنهر، اگر کسی آقای سربی دست دراز کرد گفت آقا برای روزی من، معنیش اینه دیگه، بدین که من گرسنه‌ام یا بدین که من خرج دارم یا بدین که من معتادم، وارد فلسفه نشو، نگو آقا برو از دولت بگیر، نگو خجالت بکش با این هیکل فلان میکنی. میگوید سائل را از خود نرانید،
با حقارت، میتوانی کمک کن، نمیتونی تمام شده رفت. در کدام مکتب اخلاقی، در کدام فلسفه اومانیستی شما میتونید چنین کلماتی پیدا کنید؟ آقایان خانوما، اینا 1500 سال قبل گفته شده. که گفته است محمدی که نه سواد داشت، نمیتونست بنویسه، نمیتونست بخونه، اولین کلام هم اقرا بسمه بود. پس این میشه کلام الله. حالا بیایید بگیم ایره سلمان کی بوده؟ سلمان فارسی گفت اگه خدا ذلیلتون کنه، خدا نگذره ازتون. این چقدر عرض اینها را آقای سربی، حرکت عرضم به حضورتون که موریانه وشی غرب رو با مستندات، با نوشتجات، البته بنده بچه سندش را میگم در موقع خودش کتابش میگم بهتون، میگیم که ببینید چه حرکت، حرکت خزنده و دونده غرب برداشته برای انعدام اعتقادات بنیادین مذهبی مردم، نه تنها برای اسلام. ای دوستان عزیز توجه داشته باشید، نه تنها برای اسلام، برای ویرانی و به همریزی اعتقادات انسانی، اعتقادات مذهبی توجه داشته باشیم. یک شمه مختصری کمیشه از میگم. در دنیایی که قرد مبانی تمدن خود را به عنوان اصول باورها و آرمانهای مردم دنیا تبلیغ کرده است و برای پاسداری از مبانی تمدن خود به تأسیس نهادهایی پرداخته است، آن مبانی و این نهادها از قبیل سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر، خوب گوش کنید، اگر ما میگوییم آقا حقوق بشر حقوق نیست که غرب داره به سر مردم میده، از کدام اینا خیلی با توضیح خواهیم گفت. بالا دیوان داوری لاهه و غیره در یک کلام به گونه‌ای تعبیه شده است که عرضم به حضورتون غرب میگوید حرف درست آن است که ما میگوییم و حرف نادرست هم آن است که ما میگوییم. یعنی انسان کشورها رو، فرهنگها رو از خودشون خالی و تهی میکنن، میخوان جایگزین کنن. اگر بتوانن این مسائل رو، بنده چون لازم دارم وقت که با یک به اصطلاح ترتیب حساب شده ای اینها رو به عرض دوستان برسانم، چون امروز در پیروی از مسئله ای که همیشه میگم یک لحظه ای یا لحظاتی یا برنامه ای را تکلیف شرعی خود میدانم که به امر معروف نهی از منکر. آقای مهندس بازرگان ممکنه چند نفر بگن آقا این حرفا نزنی، غلطا رو نکن. خب راست میگن، دلشون میخواد این حرف رو بزنن، دنیای آزاد بگویی. اما حضرت عالی که میدونی که تأمرون بالامر بالمعروف و ینهون عن المنکر، تکلیف قرآنی است، باید این مسئله رو به شما یادآور میشدن. و چون از سر ارادت برای به حساب از جانب حضرت عالی توبه کردن در این تلاش نادانسته شما که بخواین جوش بدین بین مدرنیسم مسخره، زمین خورده، علیل شده قرد، میبینید که آقا فبعی آلا رب کمات کذبا، میبینید که تکذیب میکنین. آقای سربی شما خاطرتون هست من درباره ترامپ چی گفتم؟ الو؟ بلد گوش میدم، بفرم. نه خاطرتون هست؟ بله، درباره انتخاب شدنش آمریکا و اینا رو که بعد از اونم گفتم بنده به شما قول میدم که ایشون 4 سال شتا ندونسته. بله بله، هفته پیش اینو گفتی. گفتم آقا من اینو میگم که فردا نگن دانشگاه کیت پروفسور کیت گفت. این خودش آقا جون مشخصه، نتیجه یک معادله ریاضی است. این مرد نمیاد بهش رئیس جمهوری، ایشون باید همون رأس استکبار کمپانی و ثروت و داراییش میموند، که البته به قول آرسوبی منم هم عقیده هم بایش فقیه اینا ترون که میکنه من رئیس جمهور میشن اینجور افراد.
این نمیتونه تا کنه، میبینین دیگه چه گندی بالا آمده. به یک نفر کسی که به تو دبی داره فلان میکنه سوال میگه بیا بشو بزرگترین مقام توی کابینه، میگه برو بابا پیکاره. من نمیفهمم. بعد در همین حالت شما میبینین یک عده مثل دایی و حسن و حسین اونطوری میشینن هی باد میکنن بنده خدا. آقا جان فکر بکن اگر فردا بابا رو این پیچ کردن کنار گذاشتن دیگه آبرو برای شما میمونه. آقای مفسرینی خجالت بکشین، آقا یکم تفسیرات مبتنی بر منطق و عقل بکنید. همه چیز بر مبنای عدم وجود تعصب و زدیت با دین و خدا و ملت. ایشون به آخر نمیرسونه این چهار سال، حالا خواهید دید شما یا این تیکش میکنه نه خود شاشم چه میره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این صحبت ها رو من تقدیم به روح پرفتوح مرحوم مهندس بازرگان کردم و لازم دیدم که به هر حال با آقای عبدالعلی بازرگان صحبتی بکنم. در این راستا جناب آقای سربی اگر صحبتی فرمایشی مسئله هست بفرمایید، که خب به هر حال یک پاسخی هم داده باشیم. حالا یک سوالی هم شما بکنید دیگه، آقا مطرح کنید دیگه. خیلی ممنون. ما باید بریم ساعت 4 با آقای حسن ارشاد باشیم. ساعت چند قربان؟ الان 4:02 است. درصد ممنونم و اگر سوالی یا نظری داشته باشم باهاتون تماس میگیرم تا در برنامه‌های آینده صحبت کنیم. خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم کار جلوتر فرموده بودیم. هیچ اشکال نداره. قربان شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون. همچنین برای جناب عالی. خداحافظ. با امید دیدم. دوستان عزیز با آقای کاظم، دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید مستقیما با خودشون با شماره تلفن 905-737-51-58 کانادا تماس بگیرید یا با ایمیل info@kaveacademy.com. باز هم ممنونم از ایشون که ما رو یه مقداری کام داون کردن و توضیحات خوبی دادن. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. حافظ شما.